ایرانم، مهد دلیران، آرشم و رستم دستان، توفانم، بر میدان استوار، به نام یزدان داد خواهم. اهل ایران بی باکم، قرش شیران فریادم، دشمن بیداد آینده باد همیشه ایران. بله، به شما درود میپرستم و به همه دوستان بسیار محترمی که در جمع شما امروز حاضر هستند هم درود میفرستم و خوشحالم که با شما هستم. سرکار خانم غفارپور، دوست و همکار و همقطار بسیار محترم در اندیشکده آوای آزادی. سپاسگزارم از حضور شما و قبول دعوت کلبه دادخواهی از کمپین دادخواهی در کلاب هاوس. واقعا ممنون از شما که این دعوت رو پذیرفتید. اینجا فکر میکنم شاید نبینید، جناب بیت اللهی هستن در کنار ما، خانم گلنار جهانبانی هستن و دوستان بسیاری که در اینجا هستن و در کنار ما هستن. من دلم میخواد که شما خودتون اگر لطف بفرمایید در مورد اصلا اندیشکده آوای آزادی صحبت بفرمایید و دوستانی که اینجا هستن رو بیشتر با اهداف و برنامه های اندیشکده آوای آزادی راهنمایی و روشن کنید. با سپاس از شما. حتما، خیلی هم خوشحال میشم که این کار رو انجام بدم و از شما سپاسگزار هستم که این فرصت رو فراهم کردید که ما بتوانیم، که میگویم ما، دوستان بسیار بسیار محترم و کسانی که واقعا وقتی راجع به اندیشکده آوای آزادی صحبت میکنیم خود شما هستید. راجع به آقای بیت اللهی صحبت کردید، راجع به سرکار خانم گلنار جهانبانی، اندیشکده آوای آزادی یعنی همین، یعنی همین سرکار خانم فیروزه غفارپور، یعنی جناب بیت اللهی، یعنی جناب پاشایی، یعنی جناب سرکار خانم جهانبانی و بقیه دوستان بسیار محترمی که در اونجا تشریف دارن و فعالیت میکنند. امروز من به نیابت از طرف هیئت مدیره اندیشکده آوای آزادی که دوستان بسیار محترم من جناب دکتر مرتضی انباری، جناب دکتر امیر حمیدی، جناب سام کرمانیان که ایشان یکی از بنیانگذاران اندیشکده آوای آزادی هستند، به شما و همه دوستان درود میفرستم و خوشحالم که با شما هستم. ببینید، اندیشکده آوای آزادی صحبتی بود که حدود 3 سال پیش در دفتر جناب سام کرمانیان که معرف جامعه هستند، خدمتگزار جامعه بودند سالها، و ایشان صحبتی رو شروع کردند که واقعا در این 40 و چند سال چه گذشته است در جامعه ایرانی، در حالی که جمهوری اسلامی با بیکفایتی و ظلم و وحشت همچنان ادامه دارد و چه باید کرد؟ ما آمدیم محیط رو نگاه کردیم با کمک آقای کرمانیان و به این نتیجه رسیدیم که خب جمهوری اسلامی یک دروغ بزرگ بود که روز بعد از تولدش در حقیقت اون ادعایی که میشد، اون استقلال، اون آزادی، همه مرد. یعنی دروغ بزرگی بود که فقط یک روز دوام پیدا کرد و 43 ساله که این دروغ داره تکرار میشه. خب این واضحه و این ذکر مصیبت رو 40 و چند سال است که میکنیم که جمهوری اسلامی بد است. حالا بقیه میدان رو چطور دیدی؟ بقیه میدان به این صورت شکل گیری شده بود که یک عده که واقعا قلبشان به خاطر آزادی و به خاطر خاک ایران میتپد، با همت، با نیت واقعا مسلمن دی زیادی، با نیت بسیار خوب به میدان آمدند که هر یک به نوبه خودشان مخالفتشان را با نهاد جمهوری اسلامی ابراز کنند. و در ضمن آنچه که اتفاق افتاده این است، به جایی که با جمهوری اسلامی، با نهاد جمهوری اسلامی بجنگند، این جنگ در حقیقت بین خودشان بوده است. ما دیدیم که در 40 و چند سال
گروه ها تشکیل شدن سر مسائل مختلف، با هم دیگه اختلاف دارن که اونم طبیعی است، به هر حال دیدهای سیاسی متفاوت است، ولی به هر دلیلی که بوده گروه ها به جای اینکه با جمهوری اسلامی به جنگن، خیلی شدید و خیلی با همت فراوان کمر به نابودی یکدیگر بستند. یعنی وقتی نگاه کردیم دیدیم که خب در صحنه سیاست دو راه وجود داره برای اینکه با رقیب روبرو شد. راه اول راه حذفه، یعنی رقیب رو بر نحوی که شده سعی بکنیم از میدان بیرون بکنیم، و معمولا این از میدان به بیرون راندن عبارت از گل پراکنی و انتقاد و حالا راست یا نادرست داستان سرایی برای تخریب کسانی که مخالف هستند ولی نظرشون موافق نظر دیگران نیست. یعنی تحمل سیاسی جامعه بیشتر اونها رو به طرف حذف رقیب کشیده بود تا جذب رقیب، که راه دوم و شاید راه پسندیده تر، چون در حذف رقیب فقط جمهوری اسلامی است که منفعت میبرد، چون یک مخالف رو از میدان بیرون کردند. 40 و چند سال است که این تصویر ادامه داشته و ما فکر کردیم که این رو بایستی بهش توجه کرد، این محیط رو باید بهش توجه کرد. نگاه کردیم دیدیم که کلمه بسیار زیبای اتحاد مرتب تکرار میشه، ولی نفهمیدیم که این اتحاد در چه قالبی بایستی صورت بگیره و چه نتیجه‌ای رو ازش انتظار هست. ما شنیدیم که میگویند که ما سوار این اتوبوس مبارزه با جمهوری اسلامی شده ایم، شما هم بیایید، ولی ما لازم نیست به شما بگوییم که کجا می رویم، حالا شما بیایید با هم اتحاد بکنیم. نه، این عملی نبوده است، چون آنچه که بازار سیاسی انتظار دارد، یعنی مردم آزادیخواه ایران انتظار دارند که گزینه‌های روبروی خودشان را ببینند و از میان آن گزینه‌ها یک گزینه را انتخاب بکنند. یعنی ما فکر کردیم در اون صحبت با آقای کرمانیان که آنچه که مورد نیاز هست و آنچه که بازار به آن احتیاج دارد ایجاد گزینه است، نه اتحاد. در اینجا اتحاد بایستی با نخواستن جمهوری اسلامی در داخل ایران شکل بگیرد، که شکل گرفته است، و من فکر میکنم که هرچند که این کارزار نه به جمهوری اسلامی از نوروز سال 1400 شروع شد، به باور من این نه به جمهوری اسلامی همون روز اول حضور جمهوری اسلامی در ایران، در خاک ایران به عنوان یک نیروی اشغالگر، همون روز اول این دروغ پایان یافته بود و مردم به گزینه احتیاج دارند که ببینند که کدام حزب چه منشوری را ارائه می دهد، کاندیداهای آن حزب چه توانایی هایی دارند، چه میخواهند برای مردم انجام بدهند، چگونه میخواهند مسائل مردم رو حل کنند. آن وقت مردم جذب بشوند به این کاندیداها و کاندیداها بتوانند که شرایط موجود رو تغییر بدن، لااقل در ذهن مردم، و اونها رو همراه بکنند با هدفی که برای اونها تشریح میکنند. نه اینکه بگوییم که بله ما میخواهیم که یک حکومت سکولار دموکرات در اونجا به سر کار بیاد. خب این که درش بحثی نیست، من فکر نمی کنم که کسی باشد که بگوید که ما خواهان یک حکومت دیکتاتوری هستیم در ایران بعد از جمهوری اسلامی. همه حکومت سکولار دموکرات رو خواستار هستند، ولی کسی نگفت که راه رسیدن به این شرایط سکولار دموکرات چه هست. ما انقدر این کلمه سکولار دموکرات رو تکرار کردیم که واقعا اون تأثیر و اون ابهت و اون حرمت و احترام کلمات رو هم کم کم شاید از دست دادیم و این دو کلمه تبدیل شده به صدای سفید، این صدایی که حاضر است ولی ما دیگر نمیشنویم.
راه پیش رو رو در این دیدیم که ما بایستی یه گروهی رو گرده هم بیاریم که اینها قبول داشته باشن اصل اول چیزی رو که ما خودمون به عنوان کسانی که قدم جلو گذاشتیم و داوطلب شدیم خودمون تعیین کرده بودیم، ما تعریف کرده بودیم. مردم آزادی خواه ایران رو چنین تعریف کردیم که این بخش از جامعه ایران کسانی هستند که کلیت نظام جمهوری اسلامی را مردود و مطرود می دانند. یعنی به طور کلی نهاد جمهوری اسلامی، قانون اساسی آن، نهادهای وابسته، حامیان آن و به طور کلی هرچه به نهاد جمهوری اسلامی وابسته هست مردود و مطرود بدانند. خب ما اندیشکده رو به عنوان در مرحله اول به عنوان بلندگویی برای صدای آزادی خواهان، یعنی همین هایی که کلیت نظام رو مردود و مطرود می دانند، دانستیم یک بلندگو که از خودش صدای نداره، صدای مردم آزادی خواه ایران رو منتقل می کنه به سیاستگزاران در آمریکا، در اروپا و از اونها عکس العمل می خواد و اون عکس العمل رو به مردم آزادی خواه ایران باز می گردن. نکته دومی که ما بهش توجه کردیم این بود که خب همطور که گفتیم در این سالها رقابت بین مخالفین بسیار بسیار شدید بوده، ولی رقابت برای راه حل نبوده. رقابت فقط برای ایجاد محیطی بوده است که آن گروه بتواند به هموندان خودش بگوید که ما با گروه دیگر بسیار سخت جنگیدیم، ولی هدف این گروه دیگر نبوده، هدف جمهوری اسلامی بوده است. بنابراین ما اندیشکده رو پایه دومش رو بر این قرار دادیم که ما از اشخاص و نهادهایی که به اصل اول یعنی رد و طرد نهاد جمهوری اسلامی اعتقاد دارند یاری می دهیم. به جای رقابت با آنها نیروی انسانی، تجربه و آنچه را که کسانی که در اندیشکده آوای آزادی فعالیت میکنند تجربهشون رو در اختیار مردم آزادی خواه ایران بگذارند و این خدمت به مردم شامل حمایت از اشخاص و گروه هایی که آنها همون اصل رو قبول دارن میشود. بنابراین این شد اصل دوم فکر اندیشکده. در پایه سوم اندیشکده ما احساس کردیم که لازم هست که نهادی سازماندهی شود که روایات نادرست رو تصحیح بکنه، روایات نادرستی که مردم وقتی تکرار میکنن این روایات رو به نظر خودشون و شاید به نظر آنها که روایات رو گسترش میدن حقیقت بیاد، ولی حقیقت نیست. مثلا هممون شنیدیم اینا برن کی بیاد، اینا برن ایران تجزیه می شود، اینا برون جنگ داخلی می شود. خب این روایات رو بایستی بهش توجه کرد و تصحیح کرد. کار اندیشکده سرکار خانم غفارپور و همکاران و همقطاران من در اندیشکده در حقیقت تصحیح همین روایات. خاطرتون هست سرکار خانم غفارپور و دوستان بسیار محترم که مدتی پیش شعاری مصطلح شد، این شعار این بود پشت به دشمن رو به میهن و ما همه شنیدیم و دیدیم که چقدر سریع این شعار رشد کرد و چقدر راحت همه این شعار رو تکرار کردن. من فقط یک سوال ساده از شما و دوستان بسیار محترمم دارم، مگر میشود که کلمه دشمن را با کلمه پشت در یک جمله آورد؟ مگر میشود پشت به دشمن کرد؟ مگر پشت به دشمن کردن خیانت نیست؟ بایستی با دشمن روبرو شد، بایستی با دشمن جنگید، نه اینکه پشت به دشمن کرد. من فکر میکنم اون کلمه رو به میهن حواس همه رو پرت کرد و توجهشون رو به اون کلمه بسیار مقدس میهن جلب کرد و یادشان رفت که این شعاری که به آنها تحمیل شده در حقیقت، یعنی با حق بازی تکثیر شده، شعار درستی نیست.
نمی‌شود پشت به دشمن کرد و با دشمن جنگید. این منطقی است که من فکر می‌کنم زیاد نیازی به اینی که راجع بهش بحث کنیم نیست. نمونه است از تصحیح روایات و با این سه اصل، با این سه پایه اندیشکده کارش رو شروع کرد و خب هر مؤسسه‌ای به منابع انسانی، منابع مالی، منابع فکری احتیاج داره و هر سه این منابع به سادگی به دست نمی آیند. در مدت کوتاهی که اندیشکده کارش رو شروع کرده توانسته که برنامه هاش رو در قالب سه برنامه اصلی شکل بده. برنامه اول ما صدای شما رو می شنویم نام گرفته و عبارت از شنیدن صدای مردم آزادی خواه ایران. ما چطور این صدا رو تشخیص میدیم؟ چه فیلتری اینجا گذاشته میشه که ما صدای مردم آزادی خواه رو بشنویم، نه صدای کسانی رو که تظاهر میکنن که در کنار مردم هستن و متاسفانه با تمام منفعتی که شبکه های اجتماعی برای ایجاد ارتباط بین مردم برمغان آورده، در ضمن این فرصت رو فراهم کرده که کسانی که در کنار مردم نیستند هم به تظاهر با در کنار مردم بودن در شبکه‌های اجتماعی شرکت بکنند و کارشان تخریب است. کارشان این است که تخریب بکنند. ولی سعی کردیم که یعنی مدت حاضر باشیم در صحنه و صدای مردم آزادی خواه ایران رو بشنویم و سعی کنیم که اون صدا رو به گوش سیاستگزاران برسانیم و اون وقت از اونها بخوایم که عکس العمل نشان بدن به صدای آزادی های مردم ایران و این حلقه فعالیت رو تکمیل بکنیم با برگرداندن آن عکس العمل به مردم ایران. یعنی بگوییم که ما صدای شما رو شنیدیم با صداقت، تغییری در اون صدا ندادیم، اون صدا رو با ترجمه سیاسی، چون میدونید یک نماینده کنگره از ایالت آرکانسا یا ایالت نیویورک یا هر جای دیگری تگزاس، وقتی ما بهش داستان و قصه دردناک آزادی خواهی رو در ایران تشریح میکنیم از خودش میپرسد که من نماینده مردم تگزاس و آرکانساس و نیوجرسی و میزوری و ویسکانسین و کالیفرنیا هستم، من چه تعهدی دارم که نسبت به ظلم و وحشت در مملکت دیگری من تصمیم بگیرم، یا اینی که چه مقایسه‌ای هست بین منافع کسانی که من آنها را در اینجا نمایندگی میکنم و این ظلم و وحشتی که در ایران به مردم ایران میرود. این به یک ترجمه سیاسی احتیاج دارد. آن ترجمه سیاسی بایستی به نماینده دلیل کافی بدهد که بله نیاز دارد که شما عکس العمل نشان بدهید. چرا؟ چون این حکومت، یعنی بزرگترین و قویترین حامی تروریسم در دنیا، از نیروهای نیابتیش استفاده میکنه که به منافع آمریکا ضربه بزنه و منافع آمریکا وقتی ضربه بهش میخوره هزینه امنیت آمریکا رو بالا میبره که مالیات دهنده آمریکایی بایستی اون هزینه رو تقبل بکنه. بنابراین وظیفه نماینده کنگره هست که از حق مالیات دهنده آمریکایی حمایت بکنه. ما نمیگیم که شما دلتان برای بانوی جوانی که بدون اینکه هیچ تحصیلی داشته باشد بایستی مورد اصابت باتوم اون سپاهی، همه ما دیدیم اون فیلمو که با چه شدتی این سپاهی باتومش رو بلند میکنه و به صورت اون بانوی جوان میکوبد. خب نماینده کنگره ممکنه به این تصویر عکس العمل نشون نده، ولی وقتی بهش میگین که شما اگر این محیط رو تنها بگذارید، اگر بزرگترین حامی تروریسم رو در دنیا به حال خودش بگذارید و بگویید به ما چه، ما این سر دنیا نشسته ایم و چرا ما هر وقت که رفتیم یه جای دیگر و خواستیم دخالت کنیم مشکل بیشتری ایجاد کردیم. اگر چنین روحیه‌ای داشته باشد که به نظر میرسه که این روحیه دولت حاضر در ایالات متحده هست، با مشکلی روبرو میشویم که میبینید. و
بنابراین ما سعی کردیم که برنامه صدای شما رو میشنویم به این صورت پیاده بکنیم. دومین برنامه یا دوم قالب حرکت در اندیشکده کاریست که سرکار خانم بیروزه غفارپور و سرکار خانم گلنار جهانبانی این کار رو رهبری و مدیریتش رو در اندیشکده خود شما به عهده دارید که بسیار بسیار خوشحالم که تبریک بگم به شما به خاطر همه پیشرفت کار شما در این زمینه. و این برنامه به خاطر بسپار نام داره. مردم ایران از اندیشکده خواستند که اندیشکده آنچه را که لازم است انجام بدهد در حد توانش که جنایات جمهوری اسلامی فراموش نشود. به همین دلیل در برنامه به خاطر بسپار یک برنامه بسیار بسیار مفصل خود شما و سرکار خانم گلنار جهانبانی مدیریت کردید که بسیار خوب پیش میره. برابر این برنامه موزه یادآوران اندیشکده آوای آزادی آنچه را که در جمهوری اسلامی در ایران شکل گرفته از ظلم و وحشتی که در اون سیستم شکل گرفته یاد میکنه و یک نهادی رو ایجاد میکنه که این نهاد برای همیشه این جنایات رو ثبت میکنه در موزه یادآوران. من به شما و سرکار خانم جهانبانی و دوست بسیار محترم و گرامی جناب آقای سیاوش آیروم عضو هیئت امنای اندیشکده آوای آزادی تبریک میگم به خاطر موفقیتتون در این کار و ادامه این کار. و اگر من اشتباه نکرده باشم هدف شما این است که این موزه یادآوران تا قبل از پایان سال 2021 میلادی کارش رو شروع بکنه. البته دقیق تاریخ ها در اختیار شماست، شما مدیریت بفرمایید و اینجور که به من تفهیم شده هدف شما این است که موزه را تا پایان سال 2021 باز بکنید. برنامه سوم ارتباط داره با آینده ایران. این برنامه تصور کن نام داره. در این برنامه آنچرا که بعد از ترک این ابر سیاه از آسمان ایران می شود تصور کرد که چه ایرانی رو ما تصور میکنیم، مردم ایران چه نوع محیطی رو میخوان. یکی از سوالات ممکنه در اینجا این باشه که سیاست خارجی ایران آزاد بایستی بر چه اساسی شکل بگیره. یکی از این سوالات این هست که نقش ارتش، نقش نیروهای مسلح در ایران آزاد چه باید باشد. چون مشکل داریم، ما الان در ایران میبینیم که یک نیروی اشغالگر نظامی آمده و سپاه درست کرده، بسیج درست کرده. هدف سپاه و بسیج حمایت از تمامیت ارضی ایران نیست، هدف سپاه و بسیج حمایت از تداوم ظلم و وحشت جمهوری اسلامی است. خب سوال اینه که مردم ایران در آینده چه میخواهند؟ آیا نیروهای نظامی در ایران آزاد بایستی تعهد به دولت یا به شخص داشته باشند و وفاداریشون رو به شخص اعلام بکنند، یا اینکه این نیروها وفاداریشون رو به حفظ تمامیت ارضی و امنیت مردم ایران معطوف بدارند؟ این سوالی است که مردم ایران بایستی راجبش تصمیم بگیرند، چون حق و مسئولیت تغییر هر دو بر دوش مردم بسیار شریف و محترم ایران است که متحمل این همه زجر و وحشت جمهوری اسلامی شدند. این سه برنامه در اندیشکده ادامه داره و در رساندن صدای مردم آزادی خواه ایران به گوش جهانیان اندیشکده فعالیت کرده. خب دیدیم که دولت جمهوری اسلامی، رهبر خودکامه جمهوری اسلامی که من او را ضحاک میخوانم و واقعا اگر ضحاک میتوانست باشد و ببیند شرم میکرد که هم اسم او این شخص است، چون این شخص جنایتکارترین
موجود روی کره زمین امروز. و ایشان گفتش که واکسن خارجی، واکسن آمریکایی و انگلیسی وارد نشود و مردم ایران دست دست جانشان را از دست دادند و در همین حال پولی را که از بیت المال مردم ایران بود به جای اینکه دولت جمهوری اسلامی واکسن بخرد و جان مردم را نجات بدهد، موشک خرید که برود و جان مردم را بگیرد. و این موشک ها را برای حماس و سازمان جهاد اسلامی فرستاد و آنها به کشتار مردم در اسرائیل و در اون منطقه دست زدند. و ما احساس کردیم که اندیشکده احساس کرد که بایستی به ندای مردم ایران گوش بده و مردم ایران گفتن که ای اندیشکده آوای آزادی، شما بروید و به مردم اسرائیل و به دولت اسرائیل بگویید که حساب ما را از حساب دولت جمهوری اسلامی در ایران جدا کنند. این ما نیستیم که پول می دهیم که موشک بخریم که بر سر شما و فرزندان شما، فرق نمی کنه اسرائیلی یا عرب، مسلمان یا یهودی، فرقی نمی کنه. برای یک کودک وقتی که مورد اصابت یک گلوله قرار می گیره، دیگه مهم نیست که ما فکر کنیم که این کودک عرب بوده، مسلمان بوده، یهودی بوده. یک انسانه و یک جان انسان گرفته شده و این فاجعه است. گفتن بروید به اونجا و بگویید که حساب ما رو از حساب جمهوری اسلامی جدا کنید. یک. دو، بگویید که ما هزاران سال سابقه تاریخی داریم و بایستی این رابطه بین جوانان اسرائیل و جوانان ایران دوباره احیا بشه و به آنها بگویید که مردم ایران دست دوستی و مودت به طرف مردم اسرائیل دراز میکنند و آینده بهتری رو برای همدیگه آرزو میکنند. این عمل انجام شد. یک هیئت 10 نفره که متشکل بود از 4 صاحب منصب سابق دولت آمریکا در عالی ترین سطوح، از آقای ادم لاوینجر که از مشاورین اندیشکده هستند، ایشان یکی از مدیران ارشد شورای امنیت ملی آمریکا، خانم ویکتوریا کوتس در اون سفر بودند که معاون شورای امنیت ملی آمریکا بودند، آقای لن خودورکوفسکی مدیر کل وزارت خارجه و مسئول ارتباطات در اونجا در این سفر بودند و خانم سرکار، خانم الیه کوهنیم که ایشان هم عضو هیئت امنای اندیشکده هستند در این سفر بودند، جناب بیت الدایی داشتند، جناب فرهمند کلایه، جناب دکتر امیر حمیدی و آقای ادم لاوینجر مدیریت این هیئت رو به عهده داشتند و بله خیلی خوشحال هستم به دوست محترم جناب آقای پاشایی هم درود میفرستم و همینطور که داشتم راجع به ایشان صحبت میکردم که در سفر اسرائیل حضور داشتند، آقای احمد باطبی که در اندیشکده حضور ندارند، ایشان در خارج از اندیشکده هستند ولی به توصیه دوستان ایشان هم در این سفر حضور داشتند و من فکر میکنم که این سفر یکی از مهمترین و تاریخی ترین اقداماتی بود که یک اندیشکده کوچک نوپا این وظیفه رو به عهده گرفت که پیام مردم آزادی خواه ایران رو به گوش مردم اسرائیل و دنیا در حقیقت برساند. آنچه که پیش روست ادامه این برنامه هاست. در اندیشکده بستر امنی درست شده که مردم آزادی خواه ایران بتوانند به دنیا بگویند که چه میخواهند. چون این صحبت رو قبلا هم کردید و فکر کنم که شما هم پخش کردید این صحبت رو که مشکل برای مردم دنیا که اهمیت میدهند به وضعیت مردم ایران با آنها در آنچه که نمیخواهند همراه شوند، چون حد اکثر با نخواستن همراه شدن در حقیقت فقط یک ابراز احساسات هست.
ولی اگر مردم ایران بگویند که چه راهی را انتخاب کردند، خیلی ساده، مثلا با یک اعلامیه بسیار بسیار روشن و ساده، مردم ایران بایستی قانون اساسی مورد علاقه خودشان را بنویسند. نه، میدونم مردم که حقوقدان نیستن، نوشتن قانون مشکله، ما نمیخوایم وارد مسیری بشیم که مجلس مؤسسان تشکیل بشود و رفراندوم و اون فرایند رو اصلا بهش کاری نداریم. ما میخوایم مردم ایران، یعنی چیزی نیست که ما بخوایم، مردم از ما خواستن، گفتن بستر امنی رو فراهم کنید که ما به دنیا بگوییم که چه میخواهیم و این چه میخواهیم ها اولین خط این چه میخواهیم توسط یک ایرانی نوشته شده، در آمریکا نبوده، توسط یک ایرانی نوشته شده و خیلی ساده، خیلی ساده تمام کاسه و کوزه جمهوری اسلامی و اساس اسلامی بودن قوانین رو به هم میریزه با یک جمله. اون جمله اینه که در ایران آزاد تمام آحاد مملکت، اعم از زن، مرد و یا مردم با هر گرایش جنسی، با هر باور سیاسی، با هر باور دینی و مذهبی و هر گرایش دیگری در برابر قانون یکسان هستند. خب ببینید، همین یک خط، همین یکسان بودن انسان‌ها در برابر قانون در مقابل قانون بسیار بسیار بی‌معنی اسلامی که یک زن نصف حقوق یک مرد رو داره. آخه چرا؟ به چه دلیلی یک زن؟ این دلیلش چیه که یک زن باستی نصف حقوق یک مرد رو داشته باشه؟ یعنی با همین یک خط، با یک اعلامیه، با یک صدای بلند که این برابری رو در مقابل قانون میخواد، خیلی راحته دیگه. اینجا مسئله این نیست که ما چی نمیخوایم، جا مسئله بسیار روشن است که ما چه میخواهیم. این که میگویم ما، منظورم مردم و آزادی خواه ایران است. اون وقت است که ما میتوانیم همین خواسته را، یعنی خواسته برابری را ببریم و با رهبران جهان صحبت بکنیم که برنامه ایست که داریم در اندیشکده و این کار را خواهیم کرد و بگوییم که شما با کجای خواسته مردم ایران که خواستار برابری در مقابل قانون هستند مشکل دارید و کجای آن را قبول ندارید و چرا همراه نمی شوید. اگر همراه شدن، ما می توانیم بگوییم که آنها به آنچه که می گویند معتقدند و به آنچه که می گویند، یعنی ترویج آزادی، عمل میکنند. ولی اگر نکردند، وظیفه اندیشکده این است که آبروی آنها را در دنیا ببرد و بگوید ما رفتیم. مثلا البته خانم مرکل که کارشون تموم شده، ولی ایشان بسیار سیاستمدار محبوب و موفقی بودند. اگر هنوز سر کار بودند، به ایشان میگفتیم که خانم مرکل، شما به برابری زن و مرد یا به برابری مردم در مقابل قانون بدون در نظر گرفتن هیچ شرع و عرف و گرایشی معتقد هستید یا نه؟ یا فقط فکر میکنید که آلمانی ها مستحق این آزادی هستند؟ و اون جواب کمک میکرد به مردم آزادی خواه ایران که حرفشون رو با صراحت به مردم دنیا برسانن و به مردم دنیا بگوین که اگر شما نگران آنچه که جمهوری اسلامی با حمایتش از تروریسم میکنه هستید، به رهبرانتان بگویید که آنها همراه با مردم ایران بشوند. این عملی هست و یک برنامه بسیار بسیار روشنی است که میشود این برنامه رو پیاده کرد و اندیشکده بر این عزم و اراده هست که این کار رو انجام بده. ولی این کارها مستلزم یک عشق به کاری است که دردسرش زیاد است، دشمن تراشی می کند و مشکل است، راه مشکلی است. برای همین است که سرکار خانم غفارپور و دوستان بسیار محترم که امروز شما در اینجا حضور دارید، شما انسان‌های بسیار بسیار متفاوت و شجاع و با عزم راسخ هستید که قدم جلو گذاشتید. سرکار خانم غفارپور، شاید 40 سال است که من شما رو نظاره می کنم که در خط اول مبارزه همیشه حضور داشتید، همیشه تلاش کردید، خسته نشدید
تهمت زدند، خسته نشدید. از شما ایراد گرفتند، خسته نشدید. شما رو خواستن حذف بکنن، خسته نشدید. نه، امیدوارم که شما همیشه به این کار ادامه بدید و از شما ممنون هستم. این کمپین دادخواهی شما که شروع شده بسیار بسیار مهمه. اندیشکده از کمپین دادخواهی حمایت میکنه و از شما سپاسگزار به خاطر شروع این کارزار دادخواهی. و من میبینم که خیلی ها از شما در حقیقت پیروی میکنن و فکر میکنم که بهترین تعریفی که از کار یک نفر در صحنه سیاست میشود ارائه داد وقتی است که دیگران کار او را تقلید میکنن و از او پیروی میکنن. بنابراین سرکار خانم غفارپور، شما موفق شدید که این کارزار دادخواهی رو از اول کار شروع بکنید و به جایی برسانید که دیگران همه در این کارزار شرکت میکنند و آنها خودشان را رزمنده خط اول این کارزار میبینند و چقدر هم خوبه. من خیلی صحبت کردم، در حال حاضر فکر میکنم که زیادی صحبت کردم و بایستی صحبتم رو متوقف بکنم و منتظر بشم که اگر سوالی هست در ارتباط با اندیشکده آب و آزادی من تا اونجایی که میتونم پاسخ بدم. و قصد اصلی من اینه که یادآور بشم که تعدادی از کسانی که در اندیشکده آب و آزادی فعالیت میکنن همه عاشق ایران، همه عاشق آزادی و همه مصمم به این هستن که این مأموریت مقدسی را که مردم آزادی خواه ایران بر عهده همه آزادی خواهان، نه فقط اندیشکده آبای آزادی، همه آزادی خواهان گذاشتند، به خوبی انجام بده. این جامعه رقابت ایجاد بکنه، حزب درست بکنه، مثل حزب مشروطه نگاه بکنن، ببینن که یاد بگیرن از حزب مشروطه که چطور میشود حزب درست کرد، منشور نوشت، کاندیدا تربیت کرد. البته حزب مشروطه هنوز به این مرحله اگر رسیده من خبر ندارم، ولی من مطمئن هستم با فکری که در حزب مشروطه وجود داره حتما این کار صورت خواهد گرفت و در آینده میتونیم که ناظر شکلگیری احزاب دیگری باشیم. تکثر افکار به مردم گزینه بده و در محیطی مردم بتونن تصمیم بگیرن که گزینه داشته باشن. و من فکر میکنم که این بسیار بسیار حرکت مهمی است، بایستی حتما انجام بشه. اگر اتحادی شکل میگیره بایستی اتحاد بر روی یک تفکر باشه و اون تفکر این باشه که همدیگر رو حذف نکنید، همدیگر رو جذب کنید. برای جذب یکدیگر بایستی نکات مثبت برنامه کارتون رو روشن و شفاف با مردم در میون میگذارید. اگر صداقت رو در کار شما ببینند و اگر فایده‌ای برای خودشون در آن برنامه‌ای که شما برای آنها تشریح می‌کنید ببینند، به شما خواهند پیوست بدون شک. در خاتمه این بخش صحبتمون می‌خوام بگم که آینده آزادی بسیار روشن است، بسیار روشن است، چون ظلم پایدار نمی‌ماند. ما طاقتمان ته کشیده، حقم داریم، 40 و چند سال مردم ایران چقدر زرج کشیدن. ما میخوایم که این سیستم همین امروز فروپاشی بشه و همین امروز با یک سیستم سکولار دموکراتیک جایگزین بشه و امیدوارم که این اتفاق بیفته، چون در تاریخ این اتفاق افتاده. درست همون لحظه ای که فکر میکنیم که نه، همین که هممون شنیدیم دیگه اینا رفتنی نیستن و امثال هم، ما ببینیم که نه، مردم ایران دنیا رو متعجب خواهند کرد یک بار دیگر که زیر بار ظلم ممکنه برای 40 و چند سال بروند، ولی برای همیشه این اتفاق ادامه پیدا نخواهد کرد و مردم آزادی خواه ایران پیروز خواهند بود. باز هم از شما و دوستان بسیار محترمم در اینجا، همه کسانی که در اندیشکده فعالیت میکنن، از همه اونها من سپاسگزار هستم. اینا همه داوطلب هستند و با عشق، بدون هیچ چشم داشتی و بدون دریافت هیچ نوع
کمک مالی از هیچ دولتی کارشون انجام میدن و جمهوری اسلامی هم میداند که کسانی که در اندیشکده آوای آزادی هستند چه میخواهند و برای همینه که در همین شبکه‌های اجتماعی تعداد بسیار زیادی رو به کار گرفته که اینها از حرکات مذبوحانه اینها معلومه که چقدر ترسیدن، چقدر ترسیدن. البته جمهوری اسلامی از صدای آواز یک جوان هم میترسه، چه برسه گروهی که عزمش رو راسخ، عزم راسخش رو به میدان آورده که صدای مردم آزادی خواه ایران باشه. صحبتم اینجا قطع میکنم و امیدوارم که بتوانم که چند سوالی رو در خدمت شما جواب بدم. با سپاس بیکران از شما جناب کیان عزیز، واقعا ممنون از این توضیحاتتون، چون میدونم که در بین این عزیزانی که اینجا هستن در اتاق تشریف دارن خیلی ها علاقه من بودن که بیشتر راجع به اندیشکده آوای آزادی بپرسن و بدونن و اطلاع داشته باشن، و چون که همونجور که خودتون فرمودید چند تا از یاران و خود خانواده اندیشکده آوای آزادی هم اینجا تشریف دارن، من میخوام خواهش کنم که جناب فؤاد پاشایی، شما اگر در دنباله صحبت جناب کیان و یا سوالی که خودتون براتون پیش اومده میکروفون در اختیارتون بذارم، با خوش آمد مجدد به شما و میکروفون در اختیارتونه، بفرمایید. ممنون از محبتتون. من عرض ادب و احترام دارم به همه دوستان در جلسه، به خصوص جناب کیان عزیز، آقای بتولوی، خانم جهانبانی و بدوین اخ نبرم همه دوستانو. من نخ بسیار لذت خودم از بیانات جناب کیان به درستی فرمودن. حقیقتا پرداختن به مخالفین جمهوری اسلامی میتونه فقط و فقط یا وظیفه برای با هم دیگه به این دیوار جمهوری اسلامی فشار بیاریم. خیلی ممنونم که من فرصت این صحبت کنم در خدمتتون هستم. سپاس جناب پاشایی گرامی. جناب بیت اللهی بفرمایید، میکروفون در اختیار شما. عرض ادب دارم خدمت تمام بزرگان سرور اینجا، به ویژه آقای کیان، آقای پاشایی، خانم توکلی، دیگه بخوام یکی کیس ببرم، شما خانم غفارپور و همه عزیزانی که اینجا هستن. جناب یزدی هم تشکر دارم. به آقای یزدی درود بر شما، خیلی خیلی خوش آمدید. کاملا درست گفتن مسائلی رو که اندیشکده آوای آزادی در واقع من به نظرم که از شاخصهاش نشان دادن مسائل درد رنج ملت ایران به جهانیان هست که حتما از این کار برمیان با تیمی که هستن و قدرتی که دارن. من مطمئنم که میتوانن تسهیلاتی را فراهم کنن از نظر دیدگاه جهانیان که کشورهای مختلف بدونن مسائل ایران چگونه است و چگونه نیست. همیشه ما نیاز داشتیم به یک گروهی یا جمعی که بتوانن درد و رنج جامعه ایران رو جلوی این جهانیان پهن کنن و بهشون بگن ما در چه شرایطی قرار گرفتیم و چه باید کرد برای مثلا برای این وشن سر سران. این من به نظرم رسالتی که آقای آزادی بردوش گرفته بسیار بزرگه و هر چه کمک بشه باید کمک کرد. هر کاری که دستان میاد به این آقای آزادی باید کمک بکنیم تا بتونن اون شاخصهایی رو که براش در نظر گرفتن به انجام برسونن. 100% من مطمئنم که در این راه موفق خواهند شد و انسان‌های بسیار بسیار شایسته و خبره‌ای هستن و به کارشون هم بسیار آشنا هستن در حیطه سیاسی بین‌المللی و حقوق بین‌المللی. من صحبت بیشتر از این ندارم ولی آرزوی موفقیت دارم برای کلیه ایران. سپاسگزارم از وقتی که دادید، تشکر می‌کنم، بفرمایید. سپاسگزارم. جناب بیت اللهی عزیز دیگه‌ای از اندیشکده آوای آزادی تشریف آوردن، جناب نامدار بقایی یزدی، خوش آمدید و خیر مقدم. صحبت های جناب کیان رو متاسفانه تشریف نداشتید و صحبت کردن جناب کیان کلی در مورد وظایف و اهداف اندیشکده آزادی و آوای آزادی صحبت فرمودن و من دلم میخواد که شما هم اگر که صحبتی دارید بفرمایید. خانم توکلی شما هم خوش آمدید که حتما میکروفون در اختیار شما
هم خواهم گذاشت. جناب بقایی بفرمایید. خیلی سپاسگزار خانم غفارپور و عذر میخوام که زودتر نتونستم. متاسفانه کارهای دانشگاهی شروع شده و بعد از یک سال و نیم تدریس روی اینترنت مجبوریم حالا بریم در محیط دانشگاه و تدریس رو بکنیم و حقیقتش برای منی که پارسال بیماری کوویدم گرفته بودم خیلی خسته کننده است، ولی مجبوریم دیگه، چاره ای نیست. اینه که عذر میخوام از جناب کیانم عذر میخوام، خیلی درود میفرستم خدمتشون، همه دوستان عزیزی که در این مجموعه هستن، و منم واقعا افتخار این رو دارم، افتخار آشنایی با جناب کیان و بقیه دوستان و در خدمتشون هستم در اندیشکده آبای آزادی، که واقعا فکر میکنم کار بسیار خوب و اساسی بودش که ظرف این یک سال گذشته اینها به وقوع پیوست. میتونه یک بلندگو و صدای خوبی باشه الان همین کار دادخواهی که شما انجام میدید با سرکار خانم جهانبانی، خانم دکتر روز، به دیگر دوستان همه در این جریان هستند، و واقعا کارهای مفیدی که انجام شد، مسافرتی که دوستان جناب پاشایی هم هستن اینجا به اسرائیل کردن و این سد بزرگ و این تابوی بزرگ ایران و اسرائیل رو شکستن با این حرکت، به نظر من بسیار کار مهمی بودش ظرف این سال. و به هر حال جریاناتی که من روزانه خوشبختانه میتونم بگم در گروه سیگنالی که داریم شاهد بسیاری از صحبت‌ها، از پست‌هایی که دوستان می‌ذارن هستم و استفاده می‌برم، خیلی سپاسگزارم. و میبخشید جناب کیان که در خدمتتون نبودم که صحبتتون گوش بدم، امیدوارم وقتی که ضبط شد و روی یوتیوب رفت بتونم گوش بدم دوباره به صحبت‌های خوب شما. خیلی از شما هم سپاسگزارم. منم خوشحالم که با شما هستم جناب دکتر بقایی یزدی. قربان شما. خواهش میکنم، من دیگه میکروفون رو رها میکنم. جناب بقایی عزیز، اتفاقا امروز به خاطر استثناء بودن برنامه، صحبت‌های جناب کیان به صورت ویدیو هم داره ضبط میشه و بعد همراه با صحبت‌های اتاق و همراه با خود ویدیوی جناب کیان منتشر خواهد شد. مطمئناً فرزام کرباسی عزیز، فرزام گرامی، بله، متخصص کار هستش، گفتن تا فردا این رو منتشر خواهند کرد که زودتر به دست عزیزان برسه. خیلی سپاسگزار، منتظر. و در مورد صحبت و فرمایشی که جناب کیان کردن در مورد موزه به خاطر بسپار، که من همراه با دوست عزیزم، عزیزی که واقعا برای من سالها عزیزم و بهش افتخار میکنم و به دوستشون افتخار میکنم، خانم گلنار جهانبانی وزیر، واقعا همراه با جناب آیرون و حتما زیر نظر و راهنمایی های بسیار بسیار ارزنده و ارزشمند جناب کیان، موزه تا پایان سال 2021 آغاز به کار خواهد کرد و حتما همه عزیزان مطلع خواهند شد. این موزه، موزه‌ای خواهد بود که من باید اینجا توضیح بدم، هدف موزه نه تنها این مسئل است که هرگز این جنایات 43 سال رژیم فراموش نشه، بلکه درس عبرتی بشه برای نسل‌های آینده که اجازه ندن چنین جنایاتی در ایران دیگه تکرار بشه. بنابراین این اثری که موزه میخواد بذاره از خودش، همراه با به خاطر سپردن این مسائل که فراموش نشه بلکه درس عبرتی بشه برای نسل دندن نسل در تاریخ آینده ایران، هرگز یه همچین فجایعی دو مرتبه تکرار نشه و ملت ایران اجازه ندن که چنین مصیبت هایی دو مرتبه بر سر ملت و هم مملکت بیاد. خانم توکلی، میکروفون در اختیار شماست. اگر چنانچه سوالی هم از جناب کیان دارین خوشحال میشم بفرمایید. خیلی خیلی ممنونم. درود فراوان به شما خانم غفارپور عزیز و همه یاران، همه اینجا جمعن. واقعا سپاس، چقدر خوبه تمام عزیزان رو میبینیم اینجا و تک به تک رو درود دارم و عرض احترام. من راستش
از اونجایی که واقعا به جناب بیژن کیان احترام ویژه‌ای دارم، هر جا که ببینم ایشون هستن غنیمت میدونم و سعی میکنم باشم که بشنوم. متاسفانه بخش زیادی از صحبت‌های ایشون رو امروز نشنیدم، فقط آن و آف یه مقداری رو شنیدم چون که در حین رانندگی بودم و هی هم تلفن بهم میشد، ولی به هر حال بخشی رو شنیدم و خیلی خیلی لذت بردم. ولی میخوام از صحبت شما خانم غفارپور آغاز کنم در رابطه با موزه، که اول تبریک میگم خدمت شما عزیزان که دست به کار چنین چیزی شدید و واقعا باعث افتخار هست که کسانی مثل شما عزیزان رو داریم که به فرهنگ ایرانی این چنین بها میبخشید و واقعا فرهنگ ما رو زنده نگه میدارید. همچنین واقعا امیدوار هستم که به زودی که جمهوری اسلامی سرنگون میشه موزه‌ای در داخل ایران، و امیدوار هستم در به جای اینکه خراب بشه این مقبره این فرد جانی خمینی، به جای اینکه ویرانش کنند، امیدوار هستم که اونجا تبدیل بشه به یک موزه جنایات انقلاب جمهوری اسلامی، انقلاب 57، و این بماند برای نسل‌های آینده که درس عبرتی باشد برایشان که در این نسل در واقع از 57 تا به امروز چه بر سر این ملت آمد و چه جنایاتی. من مطمئنم که تمام اون حیات بزرگی که اونجا هست پر خواهد شد، از این جای خالی نخواهد ماند. به هر روی این از این مطلب. و در رابطه با سفری که دوستان عزیزمون به اسرائیل کردن که بسیار هم بسیار خوب بود و دیدم که جناب کیان در موردش مقداری صحبت کردن، من همون قسمت رو شنیدم، نمیدونم حالا اگر قبلا صحبت این موضوع شد یا نه، اگر دوباره تکرار میکنم پوزش میخوام، ولی در رابطه با اینی که ما ایرانیان خارج کشور در تمام این سالها به ویژه بخش بزرگ از اپوزیسیون، به ویژه شخص شهبانو فرای پهلوی، به ویژه شاهزاده رضا پهلوی، همه و همه در تمام این سالها حقیقتاً سعی و تلاش بسیاری کردند برای اینکه به جهانیان نشان بدهیم که آنچه که جمهوری اسلامی هست هویت واقعی ما مردم ایرانی نیست، و تلاش بسیار شد برای اینکه فرهنگ واقعی ایرانی رو در واقع زنده نگه داشته باشیم و نشان بدهیم، به ویژه برای مردمی که از تاریخ زیاد چیزی نمیدانند، از به ویژه تاریخ ایران چیزی نمیدانند. و خلاصه سفرهای زیادی هم شد که به هر حال میگم تلاش بسیار بود، و اینکه این سفر به اسرائیل بود، میگم از دید من این کار بارها شده، ولی الان چون که حالا این سفر کشور اسرائیل بوده، یه حساسیت های آنچنانی برانگیخته در میان برخی از کسانی که حتی خودشون رو برانداز میدانند، علیه جمهوری اسلامی میشناسن خودشون رو میدانند، ولی با این حال آنچنان میکوبند این جریان رو، و در اتاقهایی که در همین کلاب هست خب صحبت میشه، برخی میان و صحبتهایی میکنن که دیدید مثلا اینا رفتن اسرائیل، و حتی با واقعا پوزش میخوام که من این صحبت رو بکنم، این دقیقا واژه هایی بود که در اون اتاق شخصی گفت، و میگویند که مثلا حزب مشروطه ایران در کنار حالا بزرگان دیگر رفته به اسرائیل و کاسه گدایی برده اسرائیل که پول بگیره، در صورتی که خب حقیقت چیز دیگری است. ما واقعا آنچه که آقای کیان گفتن، برای اینکه ما بگوییم که ما
جمهوری اسلامی نیستیم و اگر در آینده جمهوری اسلامی که به زودی خواهد رفت اگر ایرانیان راستین بر سر کار باشند و حکومت دستشان باشد، مطمئن بدانید که رابطه ها بهتر خواهد بود، رابطه های میان کشوری، رابطه های به حساب ثبات جیوپولیتیکس منطقه، ثبات شرایط اون منطقه و غیره و غیره. و این کارهایی است که واقعا خب نقش اپوزیسیون بسیار مهم هست براش، ولی آنچنان اینها حتی با لباس پادشاهی خواه، با لباس پهلوی دوست، آنچنان این جریان ها رو میکوبند و خراب میکنند و نمیدونم، البته قصد دارن خراب کنن، نه اینکه خراب نمیتوانن خراب کنن. برای ممنون میشم اگر جناب بیژن گیان عزیز و بزرگان دیگری که به این سفر رفتن یه مقداری روی این موضوع روشنگری بفرمایند که واقعا دوستان بدانند که اون چیزی که در تصوراتشون هست و هر چیزی رو بهانه میکنن برای تخریب کارهایی که کارهای اساسی سیاسی هست، به هر حال اینو یه روشنگری بفرمایند. و جالب اینجاست که اگر کاری انجام نشه میگن این اپوزیسیون که به درد نمیخوره و کاری نمیکنه و نمیدونم چرا اعلامیه نداده، چرا اینجوری نکرده، چرا اونجوری. یه کاری هم که انجام بشه بازم سرکوبش میکنن که رفته کاسه گدایی. به هر حال این روشنگری فکر میکنم بسیار موثر خواهد بود. ببخشید طولانی صحبت کردم، یک دنیا سپاس و ممنون که من رو به بالا دعوت سپاس از شما خانم توکلی عزیز. من میخوام از جناب کیان خودشون شخصا خواهش کنم که نظرشون رو در مورد این پروپاگانداهای حساب شده رژیم بفرمایید. از شاید که در اولا که سکران خانم توکلی خوشحالم که با شما هستم، از شما سپاسگزار هستم که با صراحت آنچه را که دیگران میگویند مطرح کردید، ولی اجازه بدید که من یک مثالی رو بر شما عنوان بکنم، برای شما و دوستان بسیار محترم. ببینید در زمینه آنچه که مردم میگویند، اگر کسی از کسی بپرسد که شما از کی کار سرقت بانک رو کنار گذاشتید، شما از کی کار قتل‌های زنجیره‌ای رو کنار گذاشتید، از کی شما دست از ضرب و شتم فرزندانتان در منزل برداشتید، شما جواب این سوال را چه می دهید؟ واقعا کسی از شما پرسه که واقعا از کی شما تصمیم گرفتید که دیگه بانک رو سرقت نکنید، چه جواب میدید؟ مهم نیست چه جواب بدید، چون سوال منظورش این نبوده که از شما جوابی گرفته بشه، سوال منظورش این بوده که به شما تهمتی زده بشه در حقیقت در این سوال، که شما مهم نیست چه جوابی بدید، آن گل پراکنی صورت گرفته، شما یک شخص صادق، فداکار، به عنوان یک داوطلب وارد صحنه سیاسی می شوید، عمل می کنید، کار می کنید و دیگران می آیند و به شما می گویند که شما کاسه گدایی به دست گرفته اید و اینو. شما چه انتظاری دارید از اونها؟ اصلا فکر می کنید که اینها کی هستند که این رو می گن؟ اجازه بدید براتون توضیح بدم که چه گذشته در این 40 و چند سال. یکی از دردهای جامعه ما این است که متاسفانه میگویند که دیگی که برای من نمیجوشد بقیهش رو خودتون میدونید، یا این که میگویند که کاری که من درش نقش نداشتم حتما بایستی کار بدی باشه چون من بایستی در اونجا نقش میداشتم. ما رقابت رو به صورت مثبت و سازنده ندیدیم، ما رقابت رو فقط در این دیدیم که هر کسی خواسته قدم سازنده برداره
یک کس دیگری آمده و گفته که نه من اون کار میخوام، من اون کار بهتر میتونم انجام بدم، یا اینکه به جای اینکه بپیونده به اون حرکت سعی کرده که رقابت منفی ایجاد بکنه. و همین دقیقاً چیزی است که جمهوری اسلامی میخواهد، پراکنده کردن نیروها به هر نحوی. بنابراین توصیه من به شما سرکار خانم توکلی و دوستان این استش که در انتخاب مجامعی که اونجا هستید اگر توجه بفرمایید و کسانی که در اونجا هستن و انگیزه های اونها، شما سوالتون رو با نهایت احترام در قالبی مطرح کردید که انگار واقعا شخص دلسوزی آمده و انتقادی بکنه. نه، اینا دلسوز نیستن و من فکر نمی کنم که ما بتوانیم که با توضیح و تشریح بیایم و نظر اونها رو عوض کنیم. یه مثال دیگه براتون بزنم اخیراً. خب کسانی که با سابقه حرفه‌ای من آشنایی دارن میدانن که به هر حال نوع کار من ایجاب میکنه که مثلا وقتی که شما بشنوید که یک اختلاس بزرگی یک جا ایجاد شده، مثلا 6 میلیارد دلار گفته میشود، خب تخصص و حرفه من در همین زمینه هاست، در باز کردن این مبهمات و باز کردن این شبهات و تحقیق هستش. میگویند که شما بیایید توضیح بدید که کار شما در چه زمینه است و اینها. ببینید اینها خیرخواه مردم ایران نیستن. امروز اگر سرکار خانم توکلی یک کار سازنده ای انجام بدهند، همونطور که گفتم، برای تخریب شما از شما همین سوال خواهند کرد. سرکار خانم توکلی، شما از کی کار سرقت بانک رو، چون کاسه گدایی رو شما فرمودید، از کی سرقت بانک رو کنار گذاشتید؟ همین که شما مجبور بشید که به این سوال جواب بدید، در حقیقت این چیزیست که اونها میخواهند. به همین دلیل ما سکوت میکنیم، ما جواب نمیدیم. کسانی که میگویند شما رفتید به اسرائیل کاسه گدایی، اینها دوست مردم ایران نیستند، اینها دشمن مردم ایران هستند. چه بسا حقوق میگیرند که بیایند و تخریب کنند که دارن میکنن. یعنی یک عده ناشناس پشت پرچم سرنگ ایران با نشان بسیار بسیار محترم شیر خورشید پنهان میشن و این گونه صحبت ها رو میکنن. بنابراین زیاد وقت خودتون رو، به نظر من وقت گرانبهای خودتان را، صرف پاسخ به چنین یاوه‌گویی ها نکنیم. ما وقت نداریم، متاسفانه منابع هم کافی نداریم. دشمن یعنی جمهوری اسلامی میخواهد که حواس ما رو پرت کند، میخواهد که منابع ما را ضعیفتر کند و هیچ راهی بهتر از این نیست که تهمت بزند و بگوید که حالا شما توضیح بدید. یعنی وقت ما به توضیح در ارتباط با کاری که نکرده ایم و نیتی که نداشته ایم منطقی نیست. ما این کار رو نخواهیم کرد. به جای این کار ما قدم هام رو استوارتر در ارتباط با آنچه که دوست بسیار محترم آقای فؤاد پاشایی فرمودن بگذاریم. یعنی ما مدتی است که در ارتباط با چشم اسفندیار جمهوری اسلامی به میدان آمدیم و دنبال پیدا کردن چشم اسفندیار جمهوری اسلامی هستیم. وقتی هومر یونانی راجع به پاشنه آشیل صحبت میکرد، انقدر به نظر من پاشنه آشیل اهمیتی ندارد که چشم اسفندیار. ما در شاهنامه داستان اسفندیار رو داریم. خیلی جالبه، این اسفندیار میخواسته دین بهی رو در حقیقت برگردانه و در مقابل دولت میسته و به عنوان یک مخالف اون وقتی باید با او بجنگن. در روایت است که اسفندیار رو زرتشت، حضرت زرتشت، چنان تعمید داده بود که از هر گزندی مسون بود، فقط چون اسفندیار چشمانش رو زیر آب بست، چشمانش از گزند مسون نبود. یعنی آسیب پذیرترین عضو بدنه جمهوری اسلامی همون جاست که با یک تیر از کار میفتد. و کاری که ما بایستی بکنیم اینه که یادمان باشد ما یک تیر در ترکش بیشتر نداریم.
جمهوری اسلامی میخواهد که ما این تیر را صرف هدف گرفتن کسی کنیم که به ما گفته است که شما کاسه گدایی به دستان گرفته اید. نه، ما این تیر را کنار گذاشته ایم. من از همینجا حتما هستند کسانی که این صدا رو به گوش رهبران جمهوری اسلامی میرسانند که ببینید هدف ما این است که این تیری که در ترکش ما هست، ما به چشم اسفندیار شما جمهوری اسلامی در ایران بنشانیم. شما میخواهید حواس ما را پرت کنید، ولی حواس ما پرت نمیشود. امروز مهمتر از همه در صف اول این مبارزه مردم شرافتمند ایران مصمم هستند که آنها نیز چشم اسفندیار جمهوری اسلامی را هدف بگیرند. اندیشکده اخیراً با کمک طراح ارشد اندیشکده که بسیار بسیار کار خلاقیتش در کار بسیار بالاست، خودش ایشان می‌داند که چه کسی هست، یک پوستر بسیار بسیار به خصوصی درست شد که نشان میده که همه تیرها بایستی قلب جمهوری اسلامی رو هدف بگیره. به هر حال از پاسخ بلند من امیدوارم که تا اندازه‌ای توانسته باشم که توضیح داده باشم، ولی اینکه ما بیاییم و بگوییم نه، ما نرفتیم کاسه گدایی به دست بگیریم، ما رفتیم که بقیه، من فکر میکنم گوش شنوایی نخواهد بود برای چنین توضیحاتی. ما میدانیم که هستیم، ما میدانیم چه میخواهیم و ما میدانیم که چه میکنیم. دیگران اگر همراه ما هستند و صادق هستند و در نشاندن تیرشان از ترکششان به چشم اسفندیار جمهوری اسلامی راسخ هستند، از ما چنین سوالی رو نخواهند کرد. امیدوارم که پاسخ کوتاه من مورد قبول شما قرار گرفته باشه. با نهایت تشکر از شما و ضمناً سرکارم توکلی از رهبری شما، از مدیریت شما در طول سالها در آنچه که در حزب مشروطه لیبرال دموکرات ایران انجام دادید، من عنوان یک انسانی که خون ایرانی داره و خاک آمریکایی داره تشکر میکنم. از اینکه یک بانوی توانمند ایرانی رأس کاری قرار گرفتند که آینده ایران آزاد بستگی به کارهای نظیر این فعالیتی که شما سرکار خانم توکلی و دوستانتون در حزب مشروطه، یادی بکنیم از برادر و دوست بسیار محترم در گذشتم داریوش همایون که میدونم که او هم در اینجا روحش حاضره و میشنود و میداند که چه میگذرد، و او هم از شما سرکار خانم توکلی و دوستانتون بسیار بسیار سپاسگزار هست. من مطمئنم. سپاسگزارم از شما جناب کیان عزیز. روز جان، فقط اجازه بدید من یک سپاس ویژه بگم و واقعا سپاسگزاری کنم. صحبتشون به دل آنچنان نشست که احساساتی شدم. سپاسگزارم. ممنون. خواهش میکنم از هایده جان عزیزم. من اگر اجازه بفرمایید، فاجا شما میخواید صحبت بفرمایید، میکروفون رو زدید، بفرمایید. ممنون. من خیلی کوتاه فقط یه بگم، این دوستان که این حرفا رو میزنن دقت نمیکنن که کسی که بخواد بره پول بگیره علنی نمیره. مدیر عاملان وزارت اطلاعات، فرماندهان سپاه قد و نیم قد از اون دولت اطلاعات پول میگیرن و اطلاعات میارن و تحویل میدن، هیچ کدومشون به اصطلاح سفر نمیکنن. اونا واقعا چیزی کسی که بخواد پول بگیره اونجوری علنا و رسما سفر نمیکنه و به اصطلاح چیز نمیکنه. ایجان عزیز ما به درستی گفت، بعضی از ما متاسفانه این فرهنگ رو داریم که میگه آقا علی غرقش کن منم روش، اگر دست من نمیرسه به دست اون نرسه، منم به رفتم اشکال نداره. ما آمده ایم که این فرهنگ رو و این نگاه ها رو عوض کنیم. ما نیومدیم به کسی پاسخ بدیم. ما در 27 سال گشتی که حزب مشروطه داریم به یک نفر پاسخ ندادیم، حتی بدتری تهمت ها، برای که وقتمون فقط باید صرف حساب جمهوری اسلامی بشود و لاغه. ما یک دشمن داریم و تمام نیرومون رو طرف اون میکنیم. خیلی ممنونم که من فرصت دادیم. ممنون از بیجان که به روشنی و واضحی توضیح داد. خیلی ممنون. سپاسگزارم. بله، فکر میکنم خود منم یه مقداری تجربه اینو دارم و واقعا نصیحت جناب کیان رو خود منم تا
تجربه کردم و میدونم که بهترین راه فقط بی‌محلیست و پاسخ ندادن و راه رو ادامه دادن با قدرت اتفاقا بیشتر. چون نصیحتی به من خود جناب کیان کردن در یک موقعیتی که زمانی که میبینی که مورد حمله قرار میگیری مطمئن باش که کار درست کردی و رژیم رو به درد آوردی و بنابراین بهتر و محکمتر ادامه بده. و این نصیحتی است که جناب کیان به من کردن و بسیار مؤثر بود. جوونی داریم اینجا جناب کیان به اسم بهداشت عزیز، متخصص فیلم و کارگردانی و مستندسازی است، از داخل ایران جزو تیم کلبه دادخواهی ما هستش در کلاب هاست. خواسته که مثل این که سوالی داشته باشه و از شما سوال کنه. بهداشت جان میکروفون در اختیار شماست. بله سپاسگزارم بانو جان، ممنونم، خوش آمد میگم به همه دوستان، خوشحالم اینجا هستم. حتما شنیدید که میگن مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آورد، ولی اینجا جناب کیان که صحبت میکردن من احساس کردم برعکس اینم صادقه، یعنی که سخنور یا سخنران جلسه اینقدر با صداقت و مسلط صحبت میکنه که شنوندگان اون موقع سر ذوق میان که صحبت کنن. من یه سپاسگزاری دارم و یک سوال جناب کیان. سپاسگزاریم بابت اول سپاسگزاریمو میگم که اکثر اوقات من چون توی ایران هم اینو خیلی دیدم که طیف مبارز، طیف برانداز، طیف مخالف بیشترین زمانی که آسیب میبینن، روحیهشون رو از دست میدن یا به هم میریزن، زمانی هست که میبینن مخالفانی که خارج از ایرانن به جای اینکه دست به دست هم بدن و قلب جمهوری اسلامی رو هدف بگیرن، گاهی به دلایل مختلف در واقع به روی هم چنگ میزنن یا همدیگر رو مورد خطاب قرار میدن و همدیگر رو آزار میرسونن، حتی حالا صحبه. و این خیلی برای من لذت بخش بود که در ابتدای سخنتون فرمودید که اندیشکده این مسئله رو مد نظر قرار داده و داره تلاش میکنه که این، حالا اسمش رو خورده فرهنگ بذاریم، این روش، این منش، این کنش در بین مبارزین بیرون از ایران در واقع از بین بره یا اصلاح بشه و تمام نیرو به سمت هدف باشه. بابت این از شما و از اندیشکده سپاسگزارم. اما سوالم خیلی کوتاه و مشخصه و اونم اینه که آیا کسانی که در ایران هستند و دوست دارن که در واقع بتونن کمکی به اندیشکده، کمک کاری، کمک فکری، فرهنگی یا از هر نظری یا مشارکت داشته باشن و کمک کنن، آیا این راه برای کسانی که تو ایران هست باز هست یا نه؟ و اگر باز هست چگونه میشه کمک کرد، چگونه میشه دست رو رسون به دست اندیشکده؟ ممنونم ازتون. بله خواهش میکنم سرکار خانم غفارپور، من با کسب اجازه از حضور شما سعی میکنم در حد توانم پاسخ بهداشت گرامی رو در ارتباط با این سوالشون بدم. اولا که از شما سپاسگزار هستم که با این شجاعت از داخل ایران فعالیت میکنید و از شما سپاسگزارم به نوبه خودم که به کارزار دادخواهی کمک میکنید و شما رو تشویق میکنم که حتما به این کار ادامه بدید. در ارتباط با سوال شما، یکی از اصولی که ما سعی میکنیم به خاطر داشته باشیم این هست که ما امکانات رو با انتظارات تطبیق بدیم، چون وقتی انتظارات با امکانات تطبیق داده نمیشه، انتظارات غیر معقول به وجود میاد، به تبع امکانات کافی نیست که اون انتظارات رو فراهم بکنه و این اسباب ناامیدی و سرگشتگی و سرخوردگی کسانی میشه که با نیت بسیار بسیار خوب صادقانه سعی میکنن که در میدان حاضر بشن و بجنگن با غول جمهوری اسلامی. ولی در این تطبیق امکانات و انتظارات به این نتیجه رسیدیم که ما از مردم داخل ایران انتظار غیر معقول نمیتوانیم داشته باشیم. مثلا از من میپرسن که آقای بیژن کیان، شما 100,000 بار تکرار کردی که بایستی حزب درست بشه، منشور نوشته بشه، کاندیدا تربیت بشه، کاندیداها وارد
صحنه بشن، با مردم صحبت بکنن. آخه چطور آقای کیان، شما خودت در دستن در کار هستی، شما چطور چنین تصویری رو منطقی میبینی و چطور میخوایی که این کار انجام بشه؟ خب سوال بسیار منطقی است و جواب ما این هست که امروز با گسترش شبکه‌های اجتماعی در عصر اطلاعات کار ساده شده. دیگه خیلی ساده است، خیلی ساده. همین جایی که من و شما بهداشت گرامی که من و شما از دو نقطه دنیا راحت در اینجا صحبت میکنیم و مرتبط هستیم، این خودش امکاناتی است که بایستی ازش استفاده بشه. و همینی که ما بتوانیم احزاب رو در خارج از ایران تشکیل بدید، منشور رو در خارج از ایران بنویسید، کاندیدا رو در خارج از ایران اسباب تعلیم و تربیتش رو فراهم بکنید، اینا امکان پذیره، قبلا هم شده، قبلا هم در تاریخ اتفاق افتاده و ما میتونیم درس بگیریم از این نوع فعالیت ها. بهداشت عزیز، اگر من امروز از شما به عنوان یک جوان ایرانی یک درخواست داشتم که من به عنوان کسی که خدمتگزار شما هستم و خودم به خودم این مسئولیت رو دادم که در کنار دوستانم در اندیشکده آوای آزادی صدای آزادی خواهی مردم رو در اینجا منتقل بکنم، من از شما یه درخواست دارم. درخواست من اینه که به هر وسیله‌ای که شده اندیشکده یک سری سوال، 10 تا سواله، 10 تا سوال، سوالات عجیب و غریبی نیست، احتیاجی هم به اینی که کسی حقوقدان باشه نداره. این 10 تا سوال در جهت تهیه پیشنویس قانون اساسی ایران آزاده. شما خودتون رو از طریق سرکار خانم غفارپور میتوانید با این کارزار جدید آشنا بکنید که مردم رو تشویق بکنید که این سوال رو جواب بدن. هر چه تعداد مردمی که همین یک اصل اول رو بهداشت عزیز که من تکرار کردم، نمیدونم شما تشریف داشتید شنیدید عرایض من رو، من اصل اول رو در زمین اصل اول در آمریکا نوشته نشده، در پنتاگون هم تهیه نشده، در سازمان‌های اطلاعاتی دیگر آمریکا هم تهیه نشده. این خطی که الان من برای شما دوباره تکرار میکنم توسط یک ایرانی از داخل ایران نوشته شده، خیلی چیز عجیب و غریبی هم نیست، هر کسی میتوانست که این فکر رو داشته باشه، ولی یک ایرانی شجاع و فرهیخته این رو نوشته و اون اینه: کلیه آحاد ملت، اهم از زنان، مردان و یا دیگران با هر گرایش جنسی و هر باور دینی و هر عقیده سیاسی در مقابل قانون بدون نیاز به تطابق با هیچ شرعی، عرفی، قانونی از حقوق برابر برخوردار هستند. بهداشت عزیز، اگر از شما این سوال امروز بشه، آیا شما به این سوال آری خواهی گفت یا نه؟ باور من اینه که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران امروز این عصر رو قبول دارند. وظیفه‌ای که من دارم اینه که از شما بخواهم، چون دیگه کار از تعارف و اینها گذشته، ما از شما میخواهیم که گسترش بدید این عقیده رو. فقط یک کار: مردم ایران بگویید چه میخواهید، چون دنیا با شما همراه خواهد شد. بگویید چه میخواهید و این خواستن شما اگر برحق باشد، مطمئن باشید که دنیا با شما همراه خواهد شد. این درخواست من از شماست بهداشت عزیز، که با تماس با سرکار خانم غفارپور و بقیه در اندیشکده آوای آزادی شما می توانید این حرکت رو در شرکت بکنید و مردم رو تشویق بکنید که از هر راهی که دارن دسترسی پیدا بکنن به این بستر امن که ما تهیه خواهیم کرد و در اختیار شما خواهیم گذاشت تا شما بتوانید این سوال رو جواب بدید. سوال بعدی اینی که نقش ارتش رو مثلا در ایران آزاد چه میبینید؟ مردم بگوین، مثل اینکه دارن یک توییت مینوشتن، در 200 حرف یا کمتر بگوین. این درخواست، به خصوص درخواست من
از شماست و از همه دوستان که در اینجا حضور دارن، من همین درخواست رو تکرار میکنم. امیدوارم که این درخواست من مورد قبول شما واقع بشه و همه ما مهمترین کاری که الان داریم انجام میدیم در اندیشکده اینه که به حرف مردم ایران گوش بدیم. اینها عقیده ما نیست که کسی صبح از خواب بیدار نشد و گفتش که خب من حالا برم قانون اساسی بنویسم. خیلی ها این کار کردن، کارشون هم بسیار محترمه، سعی کردن که اونچه که میتوانند، ولی هدف اندیشکده این نیست که اندیشکده قانون اساسی بنویسه. اصلا نوشتن قانون اساسی انقدر مطرح و مشکل نیست. قانون اساسی نوشتن مسیر خاصی دارد که میگم با نهایت احترام به آنها که اقدام به چنین اعمالی کردن، اون کاری نیست که اندیشکده میخواد انجام بده. اندیشکده فقط میخواهد بداند ما به عنوان صدای شما، به عنوان بلندگویی که صدای مردم آزادیخواه ایران رو به گوش رهبران سیاسی دنیا میرساند، به ما ابزار کار را بدهید، به ما اعتبار را بدهید. پیام شما چیست؟ ما فقط یک پستچی هستیم، ما فقط پیام شما رو به اونها تحویل میدیم. پیامتون روشن کنید، بگویید حقوق بر ارتش مستقلی که وظیفه آن حفظ و حمایت از تمامیت ارضی و حقوق مردم ایران هست، نه اینکه ارتشی که بگوید که من اینجا هستم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باشم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دشمن مردم ایران هست، چون پاسدار ظلم و وحشت و دزدی است. ای پاسدار جمهوری اسلامی، امروز شما از چه کسی داری حمایت میکنی؟ از چه کسی داری حمایت میکنی؟ شما میدانید که این رهبر جمهوری اسلامی که میگوید من یک هفته در یخچالم فقط حلوا بود و حلوا خوردم دروغگوست؟ میدانید که اشراف اطلاعاتی و رفتار این رهبر خودکامه جمهوری اسلامی به حدی است که دنیا میداند که او چه ساعتی به خواب میرود، چه ساعتی بیدار میشود و چه مقدار خاویار با صبحانه میل میکند و یا چقدر به از پایش علاقه دارد و یا کجا و چگونه به تفریح میپردازد. ما میدانیم که وقتی به تهران میروید، به خوش آب و هواترین نقاط، به بزرگترین و زیباترین باغ ها میروید، آنجا نوشتن مهمانسرای وزارت خارجه. نه، آنجا مهمانسرای وزارت خارجه نیست. آقای خامنه ای به خوبی میداند که من چه میگویم. بهداشت عزیز، او میداند که من میدانم که او چه میکند. نه فقط من نوعی، ما میدانیم. اینه که بایستی این پیام ها رو به روشنی و بدون رودر بایستی عنوان کرد. شما نقش بسیار بسیار مهم میره. چرا؟ چون توانایی دارید، چون شما فیلم درست میکنید، شما داستان سرا هستید، شما مینویسید. از صحبت شما میبینم که چه توانایی روشنی در انتقال افکارتان به دیگری دارید. ما بزرگترین مهمترین دارایی مردم آزادیخواه ایران هستید، نسلی که جزء همین 70-80% جمعیت ایران است، که به خاطر می آورد چیزی رو که ایران بود، نه در 2000 سال پیش، نه در همون سال 1979 و چیزی که امروز ایران هست. جمهوری اسلامی بهتاش عزیز ایران رو کشته، ایرانی رو هم کشته. می دانستید که رشد جمعیت در ایران زیر رشد جمعیت لازم برای تداوم یک ملت قرار گرفته، یعنی زیر 1%، در حالی که 2% آستانه امنی برای تداوم یک ملت است. بنابراین امیدوارم که خواسته خودمون رو به روشنی برای شما توضیح داده باشم و امیدوارم که شما این درخواست من رو قبول کنید و نه فقط این رو انجام بدید، دیگران رو هم تشویق بکنید. به دنیا بیایید بگویید چه میخواهید، آن وقت دنیا با شما همراه خواهد شد. امیدوارم پاسخ شما رو
داده باشم بهتاش عزیز. سپاسگزارم جناب کیم، ازتون متشکرم و با افتخار حتما نصیحتتون رو دنبال میکنم. سپاس فراوان. بانو غفارپور ممنونم. خواهش میکنم بهداشت جان. فرزان جون شما خودتون سوالی دارید از جناب کیان؟ بفرمایید، میکروفون در اختیارتون. سپاس فراوان از شما بانو غفارپور و سپاس از جناب بیژن کیان. سوال من در واقع این بود که خب میدونید که لابی رژیم در امریکا در 20 سال گذشته به چه صورتی بوده. آیا برنامه‌ای هست برای اندیشکده که بتونه در واقع در برابر این لابی جمهوری اسلامی بایسته، با توجه به دولت دموکرات که در امریکا هست، به روی کار اومده و این خیلی احتمالش قوی هست که دوباره این لابی در واقع قدرت بیشتری بگیره و همون اتفاقاتی که در 15-20 سال گذشته افتاده، آیا برنامه‌ای داره اندیشکده برای مقابله با این لابیگری رژیم؟ بله، سپاسگزارم فرزام عزیز. اگر اجازه میدید که شما رو با نام کوچک شما خطاب بکنم. شما افتخار برای من جناب کیان، بفهمید. مرحمت دارید. یکی از اعضای هیئت امنای اندیشکده هستید و شما میدانید که پایه سوم اندیشکده بر اساس تصحیح روایات. حالا چرا ما نگفتیم که مثلا اندیشکده میرود که با مثلا یک شخص مبارزه بکند و یا یکی با او بحث بکند؟ نه، ببینید شما به این شخصیت ها نگاه بکنید، اینا کاریکاتور هستن. یعنی وقتی به قیافه های اینا نگاه میکنید، به افکار و رفتار اینا نگاه میکنید، اگر کارشان اینقدر غم انگیز نبود، اینقدر این قیافه ها غم انگیز نبود، می توانست خیلی خنده دار باشد. اینه که ما وقتمون رو تلف نمی کنیم که عرض شود که آقای فلان یا خانم اکس چه گفته است یا چه کرده است. این شخصیت ها خودشان هم می دانند که اهمیت زیادی ندارند. اینا نوکر جمهوری اسلامی هستند و خودشان هم می دانند که خب اشخاصی بودند که خدمتگزار جمهوری اسلامی بودند. اینها خدمت کردند به جمهوری اسلامی، اینها بارها به کاخ سفید رفتند. دفتر ملاقات کنندگان کاخ سفید نشان می دهد که اینها بیشتر از 20-30 بار در مدت کوتاه در آنجا رفت آمد داشتن. البته در آمریکا این مطلب زیاد مهمی نیست. این ممکنه که خیلی خیلی برای کسانی که در جمهوری اسلامی هستند اهمیت داشته باشه، ولی اینجا زیاد مهم نیست. رفت آمد مهم نیست، اشخاص مهم نیستند. فرزام عزیز، در اندیشکده برنامه‌های خاص وجود داره برای رویارویی با روایات. رویارویی با روایات، مثلا یک شخصی در وزارت خارجه ممکنه که یک عقایدی داشته باشه و یا یک سیاست‌های خاصی رو دنبال بکنه که این سیاست‌ها نه اینکه فقط مخالف منافع مردم آزادی‌خواه ایران باشه، مخالف منافع راهبردی دولت ایالات متحده آمریکا است. فرض کنید که چنین شخصی در وزارت خارجه حضور داشته باشه، اندیشکده برنامه مقابله با اشخاص رو نداره، اندیشکده برنامه مقابله با افکار رو داره. یعنی ما در اندیشکده وظیفه خودمان میدانیم که آگاهی ایجاد بکنیم در ارتباط با اینکه چرا سیاستی که شخص خاصی ممکنه در وزارت خارجه یا جاهای دیگه در سازمان‌های دیگه دنبال بکنه به نفع ایالات متحده آمریکا نیست، نه اینکه به نفع مردم ایران فقط نباشه. حالا این تقارن منافع تصادفیه. یعنی امروز ملت آزادی خواه ایران در فشار و ظلمی واقع شده که نتیجه آن بالا رفتن درجه ریسک در دنیا و به خطر افتادن امنیت بین الملل هست، که همه مردم دنیا هزینه این رو بایستی بپردازن من جمله مالیات دهنده آمریکایی. اینه که 100% رویارویی با سیاست ها در برنامه کار
اندیشکده وجود داره و ما این رو ادامه میدیم و از شما و از دیگر اعضای محترم هیئت امنا انتظار داریم که شما در این راه قدم بردارید، چون فقط این راه هست که ما رو نزدیک میکنه به هدف اصلی، یعنی قرار دادن تنها تیرمان در ترکش کمان و نشانه گرفتن چشم اسفندیار جمهوری اسلامی. باور من این هست که وقت محدود، منابع محدود رو صرف نبرد با عقاید اگر بکنیم حتما موفق تر خواهیم بود تا اینکه سعی کنیم کسانی رو که اهمیتی ندارن، تاریخ اینها رو فراموش خواهد کرد و یا از آنها به عنوان زباله های سیاسی نام خواهد برد. خودشان هم می‌دانند. من الان از همین جا توی این دوربین نگاه میکنم و به آنها میگویم، آنها میدانند، آنها که صدای مرا میشنوند خودشان میدانند که زباله سیاسی هستند. لازم نیست من به آنها یادآوری بکنم. بنابراین ما چرا بایستی دنبال تطهیر زباله های سیاسی باشیم، وقتمون رو تلف بکنیم برای اونها؟ ما بایستی تمام هم و غممون رو روی این بگذاریم که حامیان جمهوری اسلامی رو در داخل ایران مخاطب قرار بدیم و به سپاهی که امروز باتون رو بلند میکنه به روی یک بانوی ایرانی یا یک جوان ایرانی، یا سپاهی که امروز اسلحه‌اش رو به طرف اون جوان ایرانی میگیره، بایستی به اونها یادآوری بکنیم. یادتان هست یکی از خود شما را وقتی در بند گذاشتند با همسر او چه کردند؟ یادتان هست که از او پرسیدند به اسرائیل رفتی؟ و او گفت نه. گفتن حالا یه کاری میکنیم که رفته باشی. من میخوام بگم به زبان خیلی ساده، زبان خیلی ساده و خیابانی به این سپاهی و بسیجی بگم که ای سپاهی، ای بسیجی، بعدیش خودت هستی، نوبت تو هم خواهد رسید. این رژیم غیر انسانی به تو هم وفا نخواهد کرد. حالا اگر عقل در تفکر تو هست، برگرد به طرف مردم. اگر هم نیست، منتظر شمشیر عدالت باش، در راه است 100%. فرزام عزیز، امیدوارم که پاسخ من مورد قبول شما قرار گرفته باشه و از شخص شما هم تشکر میکنم به خاطر اینی که دلتان برای ایران میتپد. سپاس از شما جناب کیان. من کوچکترین وظیفم رو با توانایی کمی که دارم 100% همیشه در راه آزادی ایران میگذارم و خوشحالم و افتخار میکنم که در خدمت همه شما هستم. مرسی بانو غفار. سپاس از تو فرزام جان که واقعا در تمام این چند سال کمپین و نماد ملی ایران در کنار من بودی و از تو ممنونم برای تمام محبت و تو همکاری تو کمکت. خانم، من قبلش بگم که دوستانی که علاقه مندن تشریف بیارن بالا و سوالی از جناب کیان دارن، اگر لطف کنن دستشون رو بالا ببرن که من یکی یکی بیارم بالا. دیگه الان هر دوستان چون بالای صفحه صحبت کردن، فقط خانم دکتر روزبه هستن، ایشون هم سوالشون رو بکنن. دوستان تشریف بیارن بالا. من میدونم آقای شایان خواستن قبلا و هر کس دیگه هم که علاقه منده چه از ایران هم داریم و دوستان تشریف بیارن حالا. خانم دکتر روزبه، میکروفون در اختیارتونه. سپاس دارم بانو فیروزه و درود بر شما جناب کیان. متشکریم که امروز وقتتون رو، فرصتتون رو در اختیار عزیزان گذاشتین و در واقع از گرفتاری های روزمره خودتان با گفتمان با عزیزانی که در این اتاق هستن به اشتراک گذاشتید. متشکرم از تمام بانوان عزیزی که در این جلسه شرکت داشتند و بانو توکلی، بانو نظر و بقیه عزیزان، بانو گلنار جهانبانی. و دو تا در واقع یک سوال داشتم اما الان تبدیل شد به دو تا، چون یکی از بانوانی که در واقع فعال زنان هم هست یک سوال اساسی داشت.
راجع به برجام JCPOA و اینکه ایران در واقع شرکت نخواهد کرد در این به اصطلاح گفتمانی که دارن در وین و امتناع کرده از حضور و شرکت در اونجا. و سوال ایشون این هستش که آیا یه پلان بی برای به اصطلاح برای کشورهای اروپایی و آمریکا هستش در مقابله با این رژیم، و به خصوص که کابینه ای مثل رئیسی با افرادی که درش هستند امکان این رو میده که ایران رو به یک جنگ دی به یک سوی دیگری ببره برای امتداد این رژیم وحشتناک همونطور که فرمودین. اگر امکان داره پاسخ این سوال رو به این عزیزمان که نمیتونن صحبت بکنن بفرمایید، بعد اگه فرصت شد من یک سوالی هم در زمینه زنان به خصوص زنان آسیب دیده داشتم که میخواستم با شما از شما بپرسم. سپاس از شما. بله خواهش میکنم. ممنونم از سوال شما سرکار خانم دکتر روزبه، عضو محترم هیئت امنای اندیشکده آبای آزادی. برجام مرده و احتمال زنده شدن برجام مرده بسیار کمه. اون برنامه جایگزین که شما راجبش یا سرکار خانم محترمی که سوال رو کردن بهش اشاره میکنند، قبلا من فکر کنم این اتفاق افتاده، یعنی برجام مرده. اون چیزی که به اسم برجام میشناختیم، اولا که شما نمیدونم که آنچه که در مطبوعات در ارتباط با شکلگیری برجام آمده، من صحت و سقم اون رو به عهده نمیگیرم، ولی اینطور که گزارش شده متن پیشنویس برجام در مؤسسه بحران بین الملل International Crisis Group تهیه شده بوده توسط کسانی که اسامی که در اونجا عنوان شد آقای علی باعث و آقای رابرت ملی در زمانی که در اونجا حضور داشتند در اون مؤسسه مدیریت بحران مؤسسه بین المللی مدیریت بحران این طرح تهیه شده و بدون جابجایی حتی یک ویرگول، بدون اینکه یک واو جابجا بشود، میرود و جلوی میز مذاکره کنندگان قرار میگیرد. خب یک مؤسسه غیر دولتی طرح رو برای وزارت خارجه ایالات متحده تهیه میکنه، تا اینجاش چیز عجیب و غریبی نیست، این عادیه که دولت مشاورینی در بخش خصوصی داشته باشد و آنها طرح تهیه کنند. فقط یک موضوع جالبی هست، یک عکسی من دیدم که در این عکس این آقای علی باعث در کنار آقای رفسنجانی در ایران ایستاده و من نمیدونم که ایشان چه رابطه‌ای با آقای رفسنجانی داشته، در اون عکس مشخص نیست که ایشان در چه مقامی و با چه ظرفیتی به ایران رفته، در کجای ملاقات صورت گرفته، اون عکس کجا بوده، ولی این هم مطرح شد که خانواده رفسنجانی ظاهراً از همین مؤسسه برای مشورتشون استفاده میکردن. حالا داستان رو به این صورت ببندیم که دولت ایالات متحده، وزارت خارجه دولت ایالات متحده برای تهیه پیشنویس طرحی که منافع ایالات متحده آمریکا در اون مستتر هست به مؤسسه ای رجوع کند که اصولاً رهبران یا مدیران آن مؤسسه در ضمن مشورت دهی به طرف مقابل یعنی جمهوری اسلامی مشغول هستند. من صحت و سقم هیچ کدوم از این مطالب رو تایید، من هیچ راهی ندارم که به صورت 100% این رو بگم، ولی شما خودتون تحقیق کنید، نگاه کنید و ببینید که برجام از کجا آمده بود. محیطی که برجام رو فراهم کرد دیگه فراهم نیست، برجام نمیتونه برگرده، چون بسیاری از قوانینی که محدودیت ایجاد میکنه برای جمهوری اسلامی خارج از محدوده برجامه.
ببینید یه سری تحریم های سازمان ملل هست، یه سری تحریم های اروپایی هست، یه سری تحریم های آمریکایی هست که این تحریم های آمریکایی به بخش های متعددی تقسیم میشه. بخشی از این تحریم ها رو رئیس جمهور آمریکا اجازه دارد که با امضای خودش ادامه دهد ببخشید، یا اینکه ملغا و یا تعلیق کند. ولی بخش دیگری از این تحریم ها در محدوده اختیارات ریاست جمهوری آمریکا نیست. بخش دیگری از این تحریم ها در محدوده اختیارات ایالت هاست. به عنوان مثال امروز ثروتمندترین واحد در آمریکا صندوق بازنشستگی است در ایالت ها. صندوق بازنشستگی ایالت کالیفرنیا در ارتباط با معاملات با جمهوری اسلامی تحریم قائله. خب این تحریم رو صندوق بازنشستگی کالیفرنیا به آقای بایدن یا آقای ملی یا اشخاص دیگری یا آقای بلینکن توجه نخواهد کرد. این ساختار قانونی اداره مملکت در آمریکاست که ایالت‌ها استقلال دارند. اینه که به برجام باز نخواهد گشت. ولی شما راجع به جایگزین صحبت کردید. من فکر میکنم که به صحبت‌های آقای نفتالی بنت و آقای بایدن اشاره کنیم که ایشان برای جمهوری اسلامی برنامه مرگ با هزاران ضربه کارت رو، با هزاران ضربه خنجر پیش بینی کردند. این یعنی چی؟ یعنی که با در نظر گرفتن توان بسیار محدود جمهوری اسلامی. شما نگاه نکنید به اینکه جمهوری اسلامی میگوید من بیش از 600 هزار سرباز آماده به جنگ و بیش از 25 میلیون در مملکت افراد آماده، یعنی افرادی که شرایطشون شامل رفتن به نبرد هست دارم. نه، اینا داستان سرایی است. جمهوری اسلامی در هیچ جنگی پیروز نشده، توانایی نظامیش بسیار محدوده، توانایی نظامیش بسیار مفلوکه و در ضمن در داخل بدنه این نیروی نظامی شکاف‌های بسیار عمیقی هست. میدونید چرا؟ چون دو سردار که در کنار همدیگه در عراق جنگیدن، یکی امروز بایستی دنبال آخرین اتوبوس بگردد که به خانه برسد بعد از روز طولانی، و دیگری با اسکورت چندین اتومبیل خودش و خانواده شرکت میکنه. بنابراین این نارضایتی و نابرابری به یک نیروی نظامی، دوستان و هموطنان و همکاران من که با این امور آشنایی دارن میدانند که زهره. شما نمیتوانید چنین بی‌عدالتی در داخل یک نیروی نظامی داشته باشید و انتظار داشته باشید که این ارتش، این نیروی نظامی به وظیفه خودش بدون در نظر گرفتن این احجاف عمل بکنه. برجام باز نخواهد گشت. مرگ برای جمهوری اسلامی با هزاران ضربه خنجر همان برنامه است که شما بهش اشاره کردید، و اگر فرصتی باشد می توانیم در ارتباط با هر هزار ضربه خنجر چه می تواند باشد صحبت کنیم. ولی همه اینها برخواهد گشت به توان جمهوری اسلامی. ورشکسته است، پول ندارد، دوست ندارد، در دنیا منفور است، در دنیا منفور است. امروز 15 کشور اولویت سیاست خارجی دولت جمهوری اسلامی رو تشکیل میدن که اینها همسایگان دولت جمهوری اسلامی، همسایگان ایران هستند. چون ایران جاودان است و قدیمی، جمهوری اسلامی جوان است و خلافکار. اینکه باید این دوتا رو اصلا جدا کرد. آینده جمهوری اسلامی بسیار تاریک، آینده ایران بسیار روشنه. من فکر میکنم که در جهتی نیستیم که جمهوری اسلامی بتواند امیدوار باشد به اینکه این تناب نجات، این حلقه نجاتی که قرار بود برای این نهاد در حال غرق شدن فرستاده بشه کارگر باشه. چنین آینده‌ای رو من برای جمهوری اسلامی نمی‌بینم. این جسد متعفن رو فقط بایستی دفنش کرد.
نه امید و چراغی در ارتباط با برجام یا یه چیزی شبیه اون برای جمهوری اسلامی نخواهد بود. سپاسگزارم از شما جناب کیان گرامی. دوستی داریم از داخل ایران، آقای جنرال بفرمایید، میکروفون از عزیزان همیشه حاضر در کمپین دادخواهی یاران، میکروفون در اختیار شماست آقای جنرال، بفرمایید. درود بانو غفارپور و تشکر میکنم از شما و یاران در کمپین دادخواهی که پیش میکنم و همینجور درود به جناب کیان عزیز، دکتر بقایی و جناب بیت اللهی و دوستان دیگه‌ای که افتخار دادن در جمع ما شرکت. من دو تا سوال داشتم ولی میترسم دوستان فرصت از دست بدن و نتونن سوالاشو بپرسن. با مهمترینش شروع میکنم. ببینید، شما خودتون گفتید که در واقع مرگ با هزاران زخم در انتظار جمهوری اسلامی هست و هر لحظه امکان فروپاشیش هست و میخواستم از شما بپرسم که آیا شما و دوستانتون در این اندیشکده آوای آزادی آیا تمهیداتی رو برای کنترل شرایط بعد از فروپاشی یا یک جور کودتای داخلی یا یک جور رفرمی در داخل خودش، آیا تمهیداتی رو اندیشیده، آیا اصلا این موضوع در نظر گرفته یا نه؟ ممنون میشم پاسخ من. جناب کیان بفرمایید، میکروفون در اختیارتونه. خیلی سوال خوبیه دوست بسیار محترم. سوال شما این هست که برنامه اندیشکده برای بعد از فروپاشی. ببینید، اندیشکده اتفاقا میگم سوال خوبیه چون این فرصت رو به من میده که من توضیح بیشتری در ارتباط با اندیشکده بدم. از من میپرسن که بذارید مسئله رو خیلی شخصی بکنم. از من میپرسن که خب آقای کیان، نقشه شما چیه؟ چرا اومدید به این اندیشکده؟ شما چه نقشه‌ای دارید؟ چه کار میخواد بکنید؟ در آینده ایران چه نقشی میخواد داشته باشید؟ جوابش خیلی ساده است. هیچ. به هیچ عنوان. هیچ کس در اندیشکده نیامده است که جایی برای خودش در قدرت در آینده ایران باز کند و یا اینکه حتی قصد مشارکت یا قصد رقابت با نهادی یا حزبی در اندیشکده حاضر باشه. اندیشکده حزب نیست. اندیشکده کار عملیاتی نمی کند. اندیشکده کار فکری انجام میدهد. آنچه را که در توان اندیشکده هست به کار میبرد که همینطور که گفتم این سه کار خیلی خیلی ساده، خیلی روشن: بلنگو باش، بلنگوی صادق و مؤثری باش، حمایت کن از همه کسانی که تیرشان را به چشم و قلب جمهوری اسلامی نشانه گرفتند و سعی کن که روایات رو تصحیح کنی. این کار اندیشکده است. کار اندیشکده عملیات براندازی و اجرای آنها در داخل ایران نیست. این کار به عهده مردم است. هم گفتم حق تغییر متعلق به مردم ایران و مسئولیت تغییر هم بر دوش مردم ایران هست. حالا دوستانی هستند که محبت میکنند، تماس میگیرند و میگویند که ما قصد ما ایجاد یک گروه هست که ما اتحاد، همبستگی، بله ما هم در همین راه هستیم، منتها ما حواسمون رو به همین تیر و کمان و چشم جمهوری اسلامی معطوف داریم و حواسمون پرت نخواهد شد. از اونها هم تقاضا دارم. میبینم که دوستان محترم اینجا حضور دارن که از همون دسته هستن و از همون خوشنیتان که با صداقت من مطمئنم دنبال ایجاد همبستگی هستند. ببینید، همبستگی با اندیشکده به این صورت میتونه ایجاد بشه که شما امکاناتتون رو در حد امکان در اختیار اهداف، نه در اختیار مؤسسه، چون مؤسسه اصلا اهمیتی نداره. یک کسی از من پرسید که چرا در نوشتن این حروفی که مخفف انستیتو یا اندیشکده آوای آزادی است، ما این رو آیوال میخوانی، چرا حرف آی از حرف کوچک
استفاده شده. اتفاقا این یک نکته ظریفی در طراحی این اسم و در طراحی این نشان اندیشکده بوده، برای اینکه میخواد بگه که این اندیشکده مهم نیست، اندیشکده آیه کوچکه، ولی اون کلمات دیگه یعنی صدای آزادی، Voices of Liberty، مهمتره. بنابراین اندیشکده در شکلگیری ساختار قدرت در ایران آزاد نقشی نخواهد داشت. اندیشکده تشویق میکنه تشکیل احزاب رو، نوشتن منشور اون احزاب مشخص شفاف، و اندیشکده از همه حرکاتی که در این زمینه باشه حتما حمایت خواهد کرد در قالب اون سه حرکتی که من توضیح دادم. امیدوارم پاسخ سوال شما رو، هرچند که میدونم که شاید پاسخی شما انتظار داشتید رو من ندادم، ولی صادقانه اندیشکده آمده است که تفکر جدیدی را به میدان مبارزه بیاورد. ادعایی ندارد و اندیشکده به نفس خودش اصلا مهم نیست. اندیشکده جاییست که به عنوان یک هویت ازش استفاده بشه و اونی که سیاستگزاران در دنیا بگویند که خب این صدا از کجا آمده، بگویند از اندیشکده آوای آزادی. خب اندیشکده آوای آزادی صدای چه کسانی رو منعکس میکنه؟ آزادی خواهان ایران. آزادی خواهان ایران چه کسانی هستند؟ کسانی که تمامیت کلیت نظام رو مردود و مطرود میدانند. این در حقیقت ترتیب شکلگیری اعتبار اندیشکده هستش، نه بیشتر از اون و نه کمتر از این. امیدوارم که پاسخ سوال شما دوست محترم رو داده باشم. آقای شایان بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. سپاسگزارم از ادب و احترام و سپاس از مدیریتورها، به خصوص بانو غفارپور گرامی که با درایت خودش سنگر پایه و سنگر اول و مقدم رو برداشتن که دادخواهی است. نه تنها دادخواهی از رژیم، بلکه دادخواهی جوانان درون مرز، از اندیشمندان و سیاست ورزان بیرون از کشور که میتونن بسیار بسیار مؤثر باشن. سپاس بعدی از افرادی که با نگرشی بلند و والا در صف اول سیاست و درایت ایستادند و حتی تاثیرگذار در سیاست‌های کشورهای دیگر هم هستند. کسانی که باعث اثرت و افتخار ایران و ایرانی هستند. بالا مقام‌هایی همچون جناب بیت‌اللهی عزیز، جناب کیان عزیز، جناب پاشایی عزیز، جناب دکتر بقایی یزدی عزیز و سایر گرامیان این عرصه و اندیشکده آقای آزاد. قدردان زحمات عزیزان هستیم که هیچ، دوستدارتان هستیم که هیچ، بسیار خرسند از این امکان مصاحبت هستیم. اما سه تا سوال هست اگر اجازه بفرمایید. ببینید، صحبت سر این هست، عرصه سیاست و سیاستمداری یک چیزی است و عرصه روانپزشکی و روانشناسی و جامعه شناسی مقوله است جدا. دوست داشتم جناب دکتر حمیدی عزیز تشریف داشتن و سهه میذاشتن به این گفته ها. مقوله تغییر نسل ها مقوله است که تعریف مشخصی رو شاید نشه بیان کرد و در حقیقت همان که رفتار و حرکتی رو که وقتی مسنترها در جوانترها نتوانند معنا کنند، یعنی پای نسل نو در میان است. خواستگاه نسل نو، نحوه بیان مطالب، درخواست‌ها و چگونگی بیان آنها بسیار بسیار متفاوت‌تر از آن چیزی است که ما تصورش را داریم. چنانچه ما نواندیش باشیم، می‌بایست و حتماً بر اساس سلایق آنها به گفتمان بپردازیم، ضمن حفظ ارزش‌ها اما با زبان آنها. در نهایت به عنوان مبارز داخل کشور، وقتی پس از سالها بررسی و تحقیق و نتیجه گیری مشکل رو با تمام وجود لمس می کنم یا می کنیم، ما عده‌ای هستیم و در نهایت با یک خردگرایی جمعی و یک منطق پذیری و ایده پردازی جمعی به نتایج می رسیم، قطعا قابل ارزش هست.
اما این یک قانون هست که اعتماد باید متقابل باشد. اعتماد باید پله به پله و مرحله به مرحله انجام پذیرد و هیچ کسی یک دفعه تمام آن چیزی را که می داند نمی تواند و نباید در دایره اخلاص بگذارد. فرض کنیم، یعنی می خواهم این رو در قالب یک مثال بیان کنم برای جناب کیا. ماه آبان رو که پتانسیلی در آن بسیار بسیار پتانسیل بالایی هم در آن نهفته است، اگر ما بیایم یک روز مشخص رو اعلام کنیم، خب سرکوب اون بسیار راحت تر خواهد بود. و اگر ما بیایم گستره ماه آبان رو نشانه بگیریم، خب هم نیروهای سرکوب در حقیقت باید یک ماه منتظر باشن هر روز و خسته خواهند شد و در نهایت روز کاری فرا خواهد رسید. این بدین منظور من مطرحش کردم. اما در مورد ادامه راه، فرض کنیم که یک عده جوان مدیران رده میانی، چیزی که شاهزاده و همه جا دنبال آن میگردن، دور هم جمع شوند و دوست دارن کاری رو انجام بدن. جناب با پوزش از شما، جناب کیان گفتن ده تا سوال رو مطرح کنم. نه گفتن ده دقیقه، نه یک سوال استدعا میکنم، چون الان ما عزیزان داخل ایران بازم داریم و ترجیح میدم باور کنیم ستاش هم ریشه‌ایه. نه استدعا میکنم باش. پس من ستاش رو مطرح کنم، جناب کیان هر کدومش خواستن جواب بده. فقط لطف بفرمایید، توضیح دیگه نباشه، فقط سوالتون بفرمایید. سپاسگزارم. چشم. ببینید، این گروه میخوان که کار بکنن، در حقیقت اپوزیسیون خارج از کشور میگن که خب شما مشغول به کار باشید تا ببینیم به کجا میرسه، ما هم به موقع به شما خواهیم پیوست. خب اگر حمایتی از ابتدای راه نباشه، اگر همصدایی نباشه، خب این گروه بعد از موفق شدن دیگه نیازی به کمک ندارن. مورد بعدی در رابطه با سفر به اسرائیل بود که اگر ما فرض کنیم دوستی بین مردم ایران و اسرائیل از نظر استراتژیک چقدر در تضمین ثبات منطقه لازم و ضروری است، با توجه به کار اندیشه هم که پیمان کوروش و اینها مطرح است، چه اقداماتی در رابطه با وفاق بین ملت‌ها با مقامات اسرائیل انجام دادن و چقدر آنها را تونستن متقاعد کنند در این زمینه. سوال سوم اینجاست که با توجه به وضعیت رژیم از نظر انزوای بین المللی، اقتصاد فروپاشیده داخل، ریزش های متعدد و اساسی درون رضا، در یک جمله کلبه چوبی موریان خورده ای رژیم سکنا داره که هر لحظه در حال فروپاشیدن، حتی به نحوی که برای جلوگیری از خشم مردم به تنگ آمده، ارتش و نیروهای انتظامی و نظامی، حتی خود سپاه به نوعی انتظار می رود وارد عمل بشود. یعنی عاقلانه هم همینطور هست و اماننامه‌ای را برای سران نظام بخواهند. نظرشان در آن لحظه در این زمینه چی هست؟ سپاسگزارم جناب کیان. هر کدوم از سوالاتو که خودتون دلتون میخواد پاسخ بدید، در اینکه رها هست اینجا، دوستان دیگه هم هستن، خیلی ها هستن که سوال دارن. بفرمایید جناب. بله سپاسگزارم از دوست بسیار محترم و سوالاتشون. من سعی خواهم کرد که کوتاه به سوالاتشون جواب بدم. در ارتباط با همکاری اجازه بدید که من دو ستون رو در فکرم، سخنم و عملم در نظر میگیرم و این دو ستون، ستون صداقت و صراحت است که فکر میکنم با طبیعت من که صمیمیت در اون به صورت طبیعی حضور داره، این سه چیز رو که به هم میامیزم، صداقت و صراحت و صمیمیت، خیلی راحت میتونم خدمت شما عرض بکنم که نه، ما نمیتوانیم همبستگی ایجاد بکنیم با کسانی که نمیشناسیم. خیلی بیرو درواسی و سریع خدمت شما بگم چنین چیزی امکان نداره. ما با نهایت دقت با استیکار برو انجام بدیم. بنابراین انتظار نداشته باشید که اتوبوسی راه بیفتد و شما بفرمایید که بله شما هم سوار شید، همه سوار شیم داریم میریم یه جایی. خب کجا داریم میریم؟ چگونه به اونجا خواهیم رسید؟ از کجا بدانیم که شما ما را به بیراهه نخواهید برد؟ اینا به بدگمانی و پلیدی فکر اشاره نداره، اینا به احتیاط اشاره داره در شرایط فعلی. ما
فکر میکنیم که هر کسی باید اون کاری رو که درش خیلی خیلی تجربه داره و در اون کار بسیار احتمال موفقیتش بالاست ادامه بده و در یک سو حرکت بکنه. ما میگوییم که امروز اندیشکده تولید فکر میکنه، صدا رو میرسونه، کمک کنید. شما میخواد که یه کار جمعی انجام بدید، به جای اینکه ما کلی بگوییم که همه بیایید با هم متحد بشوید. ما اصلا هم دیگر نمیشناسیم، ما چطور با هم متحد بشیم؟ ما از کجا بدانیم که این اتوبوس ما رو به جای بیراه نخواهد برد؟ ببخشید صراحت منو، و اینا حقیقته. ما تعارف فرهنگی خودمون رو بایستی کنار بگذاریم، کار حساسیه. ما نمیتونیم همینجوری اتحاد ایجاد بکنیم که ما نمیتونیم که با چه کسی داریم کار میکنیم و چه برنامه‌ای رو دنبال میکنیم، ولی میتونیم بگیم که شما اگه علاقمند هستید تشویق بکنید. اگه شما هم فکر میکنید که بله ماه آبان رو بایستی ازش استفاده کرد، مبارزه مردم، ولی ببینید اندیشکده نیامده است که بگوید که ای مردم بریزید تو خیابون، برید مقابل گلوله، کشته بشوید از اینه. نه، این کار اندیشکده نیست. کار اندیشکده در مسیر دیگری است. اندیشکده یک مؤسسه دیپلماسی عمومیه، میگوید ای مردم ایران، شما خواستید ما صدا سوی شما رو منتقل کنیم، نه اینکه صدای شما باشیم. ما رسالتی نداریم که صدای شما باشیم. شما خواستید ما بلندگو باشیم، ما سعی میکنیم بلندترین بلندگو برای شما باشیم. همه نباید همه کار بکنند. اون برنامه ها که بایستی حتما مبارزه مستقیم به صورت فیزیکی با جمهوری اسلامی بسیار لازمه، ولی این کار اندیشکده نیست. اندیشکده کار دیگری دارد و همونطور که گفتم تقاضای خودم رو از آقای بهتاش تکرار میکنم به دوست بسیار محترم جناب آقای شایان، اون هم تقاضای من از شماست. اگر در مسیر کار خودتون این رو مفید میدانید که مردم ایران، مردم آزادیخواه ایران به دنیا بگویند چه میخواهند، چون نگفتند چه میخواهند، فقط گفتند چه نمیخواهند، من فکر میکنم که کمک خواهد کرد و حتما حتما با این حرکت مردم دنیا هم، نه فقط سیاستگزاران، مردم جهان هم همراه خواهند، چون اونها هستند که حرکت سیاستگزاران خودشون رو تحت تاثیر قرار میدن. در ارتباط با امان نامه، ببینید اندیشکده در این مورد بسیار بسیار فکر کرده و به این نتیجه رسیده که برای اجرای عدالت ما نمیتونیم بگیم که 40 و چند سال یک جماعت ظالم، قاتل، جنایتکار آمدند، سوزاندند، کشتند، کاری کردند که مغول با این مملکت و این مردم نکرد و حالا روی همو ببوسیم و خلاصه فراموش کنیم و بگوییم که بله دیگه گذشته، گذشته ها رو فراموش بکنیم. اگر قتلی انجام شده، اگر ما امروز جان باخته داریم، مال باخته داریم، نام باخته داریم، اندیشکده به هر یک از این گروه ها اهمیت خاصی میدهد و در این زمینه برنامه هایی را پیشنهاد میکند که عدالت اجرا شود و دوباره سیستم بتواند با صداقت و صراحت کارش را ادامه بده. اندیشکده معتقد است که نه، اگر در فردای ایران آزاد باز هم در مدرسه رفاه در پشتبانش جوخهای آتش شکل گیری کند و هر کسی را که لباس فرم سپاه رو پوشیده آنجا جلوی گلوله بگذارند، نه، اندیشکده چنین نمی اندیشد. اندیشکده می گوید به سپاهی، ای سپاهی، تا دیر نشده به آغوش مردم برگرد. امان نامه احتیاج نداری، امان نامه را از همسایت بگیر، ولی نگو آنچه را کردم ببخشید. بخششی در کار نیست. مردم ایران جنایت رو نخواهند بخشید، فراموش هم نخواهند کرد. خیر، ولی اگر شمای سپاهی جنایت نکردی، رفتی جنگیدی تو عراق، شما کسانی که به عراق سفر کردند در همون جایی که صدام حسین در اون بالکن معروف با همون اسلحه معروفش ایستاد و اون دو شمشیر بزرگ در آغازش هست، کسانی که رفتن اونجا میدانند که کلاهخودهای سربازهای ایرانی که به دست نیروهای نظامی عراق کشته شده بودند،
اونجا روی زمین در سیمان جایگذاری شده که اینها از روش رد بشن، که از روش رد بشن. خب ما کسانی رو که جانشان رو بر کف گرفتن و برای حفظ خاک ایران جنگیدن، ما با اینها جنگی نداریم. مردم اینان هم با اونها، مردم ایران هم با اونها جنگی ندارند. ولی اینطور نیست که همه روی همدیگر رو ببوسند و فراموش بکنند. چنین اماننامه ای رو امروز بایستی با عملش، امروز سپاهی و بسیجی، اگر گناه کردی خودت رو آماده کن برای اجرای عدالت. اگر گناه نکردی و اگر حاضری که حتی اگر گناهی کردی که قتل و جنایت و دزدی و نام، دزدی نام داریم، دزدی مال داریم، دزدی جان داریم، و سپاهی اگر جان ندزدیدی، اگر مال ندزدیدی، اگر نام ندزدیدی، همین امروز برگرد به دامان ملت، احتیاجی به اماننامه نداری. امروز برگرد به دامان دولت، به دامان ملت، دولت رو رها کن. شما اون لباس فرم رو نپوشیدی که از انقلاب اسلامی، درسته که اسمت این هست، ولی شما خدمتگزار مردم ایران هستی. این پیامی است که بایستی پخش بشه. امیدوارم که پاسخ سوال شما رو داده باشم با صداقت، صراحت و نهایت احترام. من شکی در نیت شما ندارم و من از شما سپاسگزار هستم که فکر میکنید، عمل میکنید و این علاقه رو دارید که حرکت مثبتی رو شکل بدید. ولی همونطور که گفتم، امکانات بایستی با انتظارات تطبیق داده بشه که این کار در اندیشکده انجام میشه. امیدوارم که پاسخ هر سه سوال شما رو در این جواب داده باشم، جناب شایان بسیار محترم. سپاس از شما جناب کیان عزیز. رها آزادی، میکروفون در اختیار شما. من صحبت خودم رو کوتاه میکنم، بفرمایید. من سوال خیلی کوتاه دارم. من میخواستم بدونم آیا این اندیشکده مثل نازنین خبرنگار عزیز و خبرنگارهای خبر را به بقیه به انگلیسی به روزنامه ها و رسانه ها میرسونن حرکتی کرده، یا همش باید از ما تو دویچه وله و همه رسانه ها خارجی فقط علی واعظ و تریتا پارسی ها همش نشاین طرفدار جمهوری اسلامی فقط خبر پخش کنن؟ بله، سپاسگزارم. فکر میکنم اشاره شما به سرکار خانم نازنین انصاری در کیهان لندن باشه که ایشان بسیار بسیار خدمتگزار جامعه هستند و مبتکر ایجاد همکاری بین فکر میکنم 13 سازمان که اندیشکده آبای آزادی هم یکی از آنها هست. و بله، در پاسخ شما اگر به پایگاه اینترنتی اندیشکده آبای آزادی که iwall.institute هست، من ارجی میکنم حرف به حرف. I مثل ایندیا، V مثل ویکتور، O مثل اورنج و L مثل لیما .institute، iwall.institute تشریف ببرید. میبینید که زبان انگلیسی، فارسی و فرانسوی در جا مطالب هست و بله، اندیشکده محدودیتی نداره و کارش رو به زبانهای مختلف انجام میده و مورد بسیار معتبری هست و سعی میکنه که در صحنه حضور داشته باشه. ولی دلیل اینکه شما اشخاصی رو که نام بردید شاید در رسانه های دیگر مثل CNN و بقیه میبینید، شاید محتاج مطالعه باشه که چه روابط دیگری بین اون مؤسسات و چه مؤلفه های دیگری این فرایند رو تحت تأثیر قرار میده. ولی من با شما هم عقیده هستم، تمام تلاش رو اندیشکده خواهد کرد که بتواند صدای مردم آزادی خواه ایران رو بیشتر و بلندتر به گوش سیاستگزاران برساند. دوست بسیار محترم سرکار خانم غفارپور، در مثل است که میگویند که همه چیزهای خوب
به پایان میرسد و فکر میکنم که این فرصت بسیار بسیار مغتنمی رو که امروز شما ایجاد کردید و دوستان بسیار محترم شما ایجاد کردند بایستی در این زمان برای من لااقل به اتمام برسه. تعهد دیگری دارم، از شما سپاسگزار هستم، از همه دوستانی که با مهر سوالاتشون رو با من در میون گذاشتن هم سپاسگزارم و از اونها پوزش میخوام اگر سوالات من کوتاه‌تر از اون چه که آنها انتظار داشتند، بلندتر از اون چه که آنها انتظار داشتند و یا اینکه اصولاً پاسخ دقیق و مشخصی به سوالاتشون نتوانستم بدهم، این کوتاهی رو بر من ببخشند و امیدوارم که فرصت دیگری داشته باشم که بیشتر با شما باشم و بیشتر بیاموزم از شما. برای شما شب و روز خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که در فرصت دیگری باز هم با شما باشم. سرکار خانم غفارپور، از شما شخصا تشکر میکنم به خاطر این 40 سال مبارزه هستگی ناپذیر خود شما. این یک تشکر شخصی از شماست. به شما روز بخیر و شب بخیر میگویم. من شخصا از شما سپاسگزارم جناب کیان. منو شرمنده محبتتون میکنید. وظیفه ای بوده که واقعا وظیفه ای که از روز اول خودم احساس کردم که باید انجام بدم و انجام دادم، نه بیشتر و نه کمتر، فقط انجام وظیفه است برای هموطنان و وطنم. ممنونم از شما که تشریف آوردید، دعوت ما رو قبول کردید و امیدوارم واقعا امیدوارم که شما رو بیشتر از اینها داشته باشیم در کلبه کمپین دادخواهی. با سپاس با کمال میل از آقای فرزاد کرباسیان که شرایط سکایپ رو فراهم کردن، سپاسگزارم. به شما روز بخیر و شب بخیر میگم با امید، با ایمان به پیروزی نور بر تاریکی و پیروزی مردم آزادی خواه ایران بر رژیم جهل و جنون و ظلم و وحشت و دزدی و بیکفایتی جمهوری اسلامی در ایران. ایرانم مهد دلیران، آرشم و رستم دستان، توفانم بر میدان استوار، به نام یزدان داد خواهم. اهل ایران بی باکم، قرش شیران فریادم، دشمن بیداد آینده باد هم